دوستا عزیزم سلام عرض میکنم. شفیع هستم. 12 جنوری سال 2019 میلادی است. باز هم ما در یک برنامه زنده در خدمت شما هستم. برنامه های زنده ما در واقع ما میخواهیم که شما میزبان برنامه هایم باشین. بسیار بخشین. ما میزبان نظریات و عقاید و پیشنهادات شما باشم. از این خاطر است که توقع ما این است که شما در برنامه های زنده ایم حصه بگیرین، نظرات و پیشنهاداتتان را شریک بسازین تا که ما همدیگر خود را بشنویم. ما همیشه میگم و باز میگم که هر زمانی که ما به یک راه حل خوب برای مشکل مملکت خود دست یافته باشیم، تنها به یک طریق شده می باشه که ما افهام و تفهیم کرده می باشیم با همدیگر ما و از یکی دیگه ما یاد گرفته می باشیم. بنابراین حتی اگر گپ‌های داشته باشیم که در دل خود یک گوشه گرفتیم، تنها با رفیقای نزدیک خود میگیم، امیر بالاخره باید به خود اجازه بدیم که با مخالفین خود بگویم. معلوم دار مخالفین ما در او گپا زیادتر قار میشن، در کوتا مدت یک مشکل عمیقتر به وجود می، اما آیسا ایستا ای آتش شعله های خود از دست میتا، آتش جنگ و خشونت، و بالاخره ما آیستا ایستا گپ یکی دیگه خود میشنویم و میفهمیم. از همین خاطر است که ما گپایی را که در جامعه ما بسیار معمول نیست و مردم نمیخواین که بگوین به یکی دیگه میگم. البته شما در صفحه ما تصویر را دارین از آقای حمید خراسانی که در امی روزا مورد یا حکومت افغانستان با استفاده از آقای صالح به حیث وزیر داخله خواستن که اینا را سرکوب کنن، مثل آقای قیصری و دیگه هموطنهای ما که ازشان احساس خطر میکنن، که خوشبختانه با مقاومت مردم در خیرخانه روبرو شدن و آقای حمید هنوز زنده و سلامت و در محل سکونت خود است و باعث از این شده که مردم زیادتر سوال کنن که آیا حکومت افغانستان که در این ماه آخر ساله را که هیچ کار نمیداد وزیر داخله ساخته چی است؟ آیا دلیلش ایست که پنشیری را بزن سر پنشیری؟ یا بالاخره متوجه شدن که ولی ما اینجا یک آدم فامیده داریم آقای ساله، بیایی که امیر استفاده کنیم. به هر حال ما شروع میکنم تلفن های شما را. دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایید. و خدمت شما و خدمت تمام خوارا و برادرهای که خانه مشترک زندگی از ما و میبارستان که لباس سر و صفا و سرمیت همه گیتان در تن داشته باشه. سوال ما ای است آقای عیاض که من به می عقیده هستم و بالاخره می ثابت کردم میتونم که هر کسی که مربوط این 4200 تا ادیان یا منفر از امیا باشه یا مربوط یک از ادیان باشه و اینجا خطرت گفتن نمیتونه، چون اون لاک هست و اون برشن گردر تا این شده که دور از اون که بیشتر گم زده نکنه. و بمی اقید هستم که اگر اجازه تان باشه اگر شما همین وقت هم معیا کنین ما در 14 سال تو که به لغت تحقیقت خود رو وصل کنم که همین سر سیش تان بریم اول تشریف کنم چه کنم خود رو به می لغت وصل شدم دو میتی من میره با وقت دواری گوات رو اشکای میره و به اشکای خود پسر خود دو خود من یه رو فراموش نمی کنم فریاد میکشم فریاد رو هم فریاد رو سر سیش تان رو فریاد میکشم نه شاهد هستم نه خواننده هستم فریاد خود رو میکشم خود رو یک تخته سفید که دو داره قلم کار دارم خب نه حالا از خاطر که گپ به درازا نکشه چون که ایجا تختام نداریم، شما بر ما امیال بگوین گفتین لغت حقیقت شما به نظرتان چی است، چی یافتین و چرا دنبال از این گشتین؟ گفتین کسایی که به ادیان هست اونا حقایق نمیتونن پیدا کنن و بگوین اولی که یعنی به این مانا که شما به یکی از ادیان مربوط نیستین ها؟ ما اطراز آقای یار ما زمانی که
باشه یا پیدا کنم برش برسم. من از اونا سپاسگزار هستم. من شما هیچ وقت خدمت دارم یعنی فراموش من نمیشه و دنیت من فراموش کنم. ولی آنه که من یک چیز تارستین جا بودم بر شما بگویم. اگر شما میتونیم همیشه شنیده داشت دارید معاذر هستم بیاییم برسم شیش کنم. اینه یا اینه نمیخواییم بشتریم من خودتان نمیخوام. آنه یعنی آله اگر کوتاه برای ما کوتاه‌ترین بگوییم که در 14 روز که میگین لغت حقیقت مانایش فهمیدین چی یک 14 روز بوده که شما یک جای ریاضت کردین در کدام غار کو رفتین در زیر پل تنهایی شیشتین کتاب خواندین زجر کشیدین چی؟ درست یعنی زمانی بوده که ما از همه دورتر بودیم و هیچ کس ارتباط زیاد نداشتیم. آبی خود فکرم مثل که دلائنه باشه اگر یک آن نفر کسی کرد گفت در میشه در مصور جوار و خود مصروف بوده تا زمانی که بالاخره پیدایش کردیم که بالاخره حقیقت چی هست. اگر که من آره اروز سر پیش سر زیم یا سر تخته میرم بخیر باشه من فکر بکنم از پشت گریز تا آخر کسایی که انمیج رو بر فکر میکنن اونا هم اما گریز لایتشان آن میشه. من هر دروازه که رفتم در حتی در دفترهایی که اینوستگیت میدم و آدم کنم کنم تر این نفرهایی کنم میشون این دایکتنس من بسا تشریف بکنم اگر سوال بر تو خلق شد میگن نه برای کسی که کرده بوده باید کشته شد. من رو خیلی بریم برای بکشن این وقت خطر میگم باید رو برای بکشن. بسیار خوب نمیدونم که خطر نازم پات کنم کاملا بسیار مخوش شدن دوست عزیزم. یک روزی که امی زمینه مناسب شد که ما بتانیم شما رو در روی یک سیج بخواییم با دو قلم و یک تخته این کار رو میکنیم. برای فعلا امی امکانات چون که نیست میمانیم. دوست عزیزم شما میتانین زنگ بزنین. البته ما میخواییم در سر عزیز صحبت کنیم که چرا آقای حمید خراسانی مورد تاخت و تاز حکومت غنی و سردمداری ساله وزیر داخله نو قرار میگیره در حالی که تمام طالبا و انتحاریا و داعش و غیره و غیره آرام میگرده و از جمله ملا ترخیل امیال هزارها میل سلا داره که از دوجه کدام کار نمیکنه هم پشت ازی میرن. بفرمایید دوست ازیم روی خط هستین. سلام میکنم بر شما جناب آقای عیار و دوستان عزیزی که هم میگردن ما را تماشا میکنن از طریق برنامه زیبا و روشنگر شما. بله سلام با شما بفرمایید. در ارتباط خواهش میکنم میخواستم در ارتباط با این موضوعی که به عنوان تیتر انداختین روی صفحه‌تان که اشخاص را وزیر داخله برای دستگیریشان هدایت‌هایی داده اینا مضر جامعه هستن یا مخل جامعه هستن یا وضعیت امنیتی کشور هستن خب منظور شما از آقای ساله است که مضر است و امنیت در خطر انداخته آقای خراسانی؟ نه خیر دولت یعنی وزیر داخلی جدید. بسیار خوب این بخشنامه را علنا و عملا در رسانه ها انتشار داده که اشخاص یا نوعاً اشخاصی که ازشان نتانسته نام ببره در واقع سیاست پیش گرفته که اشخاص باید یا خل سلا شوند یا مدیریت شوند در جامعه به خصوص در شهرهای بزرگ در کابل در شهرهای بزرگ و جاهای افغانستان. بله خواستم عرض کنم که این مسئله بسیار خوب است ولی اولویت سیاسی و امنیتی و نظامی افغانستان این اشخاص نیستند هرچند که اینا مشکلات را با وجود آوردن و این یک واقعیت است. مشکل افغانستان وضعیت است که به گفته خود دولت نصف جغرافیای افغانستان در اشغال مخالفین است. چرا وزارت داخله و یا دولت پروژه را برای تضعیف مخالفین در پیش نگرفته که با اقبال عمومی جامعه که همان مردم باشه مواجه نشه هرچند که افرادی که عنوان شده بعضن آدم های زورمند بعضن آدم های درست هم نیستن ولی شما فکر کنین اگر اینا خل سلا بشن اگر پروژه طالب در کابل و در شهرهای بزرگ افغانستان حاکم شود کی و چه کسانی میتونه مقابله کنن با حاکمیت مستقیم طالب که در 4-4.5 سال
حاکمیتشان داشتن و همه را خل و تلا کردن و با تمام قدرت حاکمیت پیدا کردن در کل بخش جغرافیای سیاسی و جغرافیای فعلی افغانستان. من خواستم این نکته را یادآوری کنم، وقت شما را نگیرم، که اگر بتانم در قدم اول برای طالبا یک پروژه عملی را طراحی کنم، در قدم دوم این مسئله شما مورد استقبال مردم واقع خواهد شد. کاملا. ما زیاد تشکر، ما با شما هم نظر هستم. اگر ما یک دولت داشته باشیم که امی زور اصلی خودم متمرکز کنه بر قوه های مخرب اصلی در وطن که به نام طالب و داعش است، و در درون خود اگر آدم های مثل گلبودین جای میته اونا را بر صلح بیاره، نه بر ازی که رهبری کنن و مصلح بسازن، نه بر ازی که 5000 طالب افراطی را از زندان خلاص کنه، باز در اونو صورت هر کس دیگه که دیجه تفنگ داره باید خل سلا شود، سلایشان گرفته شود، و اینا باید در جامعه اگر مشکل سیاسی دارن به شکل سیاسی مطرح کنن. اما در طول این 18 سال اولین نفر که آمد اینجا آقای قانونی بود، در بن با آقای عبدالله با آقای مارشال فهیم رفتن قدرت دادن بر آقای کرزی به نام چی؟ به نام سال. آقای قانونی در کابل وقتی که وزیر داخله بود گفت یادر این منصفانه نیست که مام پنشیری، عبدالله پنشیری، مارشال هم پنشیری سه چوکی کلانه گرفتیم، با وجود که چوکی اصلی پیش کرزی بود پشتون. گفت یادر من وزارت داخله را اعلام میکنم برای از اینکه یکم وطن دیگه مامی قدرت داشته باشه. یعنی از خود گذری کردن. آقای مارشال فهیم صدها قماندان بزرگ مسعوده از کار برطرف کرد، مناطق خل سلا کرد، تمام سلاح های دستاشتشان با حکومت تسلیم کردن با امید سال. برازی نکده بودن که حکومت فاشیستی غنی را بیارن، اما هر قدمی که اونا برای سال برداشتن اینا در گردنشان ریسمان قیتر کردن و در فکر اعدامشان بودن. امروز در افغانستان یک تعداد نفرهایی که اینا نفرهای دست اول نبودن آیسا آیسا متوجه شدن که ولای آخو ما را از بین برده میرن. شما سعی کنین معمیج آقای امید ساله را میمانم صدایش را گوش کنین، خب که چی میگه؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون خوی یک رسم مرواج است. اما بعد دوستان عزیز هم وطنان گرامی، اما شاهد هستید که هدف از ایجاد نهضت اسلامی مقاومت نهضت اسلامی مقاومت، اگر همین نامشان است با فکر میکنم میره باید نهضت مقاومت اسلامی بگوین، یعنی اسلامی در آخر مه، مقاومت در وسط مه. ولی برحال سعی کنین این همین نامی که یاد داره یک نام دفاعی است، نهضت مقاومت اسلامی. مقاومت برای تعرض نیست، مقاومت برای دفاع است. در واقع اعتیاد مردم در افغانستان چی هزاره، چی ازبک، چی تاجک اول متوجه شدن که حکومت یک حکومت فاشیستی است. پشتون ها بعدن متوجه شدن. امروز مثلا من 5 سال پیش که حکومت فاشیستی میگفتم یا 4 سال پیش یا فکر میکردن که مزید پشتون گر میزنم. امروز لغمانی، جلال آبادی، همی نفر که مردم غزنی، مردم قندهار، مردم هلمند، اما پشتون ها میبینن که ای حکومت یک حکومت فاشیستی و نوکره. بنان مردم استاد شدن بر از اینکه یک مقاومت ایجاد کنن. آقای غنی در این فکر است که اینی نفر پنشیری است، امید خراسانی، نه تو زن، نه درک فروش است، نه ای در کدام چوکی کلان بوده، نه بیلیونا دلار را که یاد دوزی کرده در وی صداشته. بنان اینا چی را خمیره باید از بین ببرن؟
تمام مردم میخیزد در گوشه بسیار کلان و مهم کابل که خیرخانه است. پس چی باید کنیم؟ یک پنشیری را وزیر داخله بساز. وزیر داخله پیشین آقای برمک به این تقاضای غنی که اینا را از بین ببره تن در نداده بود. او را فکر کردن که ولی او قدر خائن نیست و مردم خود بیایه کس دیگر را میگیریم که تشنتر برای قدرت این را میگیریم رایش میکنیم که خراسانی را بیاره به حیث دوز قاتل آقای قیصری را همتا مور زدیم، آقای دوستم را مور زدیم، آقای چی همتا آقای علیپور را مور زدیم و دگران را بیایی را ما میکار را میکنیم. مردم خیز دخیر خانه آقای صالح موفق نشد. این حاله مردم از این باید به هوش بیاین. حکومت افغانستان چی میکنه؟ باز گپ فارسی پشتو را شروع میکنه. نه پنشیریز، نه دوز از نه تا نه. اگر این حکومت راستی میخواه که جلو مردم با تفنگ بگیره، طالب نیار، طالب سل کده نرو. در 18-19 سال جز سل با طالب و داعش چی کردین؟ گلبودین آوردین، انهای اسلحه دادین، قماندانهای کلان از یار آوردین اسلحه دادین. هزاره باید خل سلاش کشته شه، ازبک، تاجک و پشتونه که مثل آقای جنرال رازه بر علیه از حکومت بود باید توتعه شد. اینی توتعه ها را ما باید که جلوش بگیریم، باید ما بفهمیم که حکومت چی میکنه و پیام ما بر آقای صالح ایست که آقای صالح وقتی که آقای مارشال فهیم کلانترین پنشیری ها را از حکومت کشید او وقت نمیفهمید، فکر میکرد که این قیمت است که ما بر سل میپردازیم. باید ما داوطلبانه دیگه صلاح خود بمانیم که حکومت ساخته میشه. اما تو چی رقمی را تشریح خواد کردی که آولا این ما خراسانی را پس میکنیم. اون در اونو سون شار آقای ترخیل که تهزارها میل صلاح در روجه هسته. آقای صالح اگر توی تفنگا را بگیری و هم بیتانه در سر خانه سر ناموس خودت هم گهند یا خودت خواهدمی میگروزی میایی در بیرون مملکت، اما اونو مردم هم میمونی که سیلاس ها تسخیر شون و بیناموز شون. بنان آقای صالح حالا اگر توی چوکی را گرفتی اما وزیر داخلی تا باش، اما خیانت نکو، مردم خود نزن، مردم خوب خود نزن. اگر کدام دوست پنشیری هستم را من تو را نمیگم وزیر داخل هستیم و تو را نمیگم که دوزه نگی، دوزه از هر کس که هستم و کار کو. مگه یا یک سازمان سیاسی است؟ شاید اینا بسیار با اقلیات بسیار بزرگ گپ نزنن که بیاین بسیار گپ ها را منطقی مطرح کنن، اما اینمی نفر ها با یک احساس استاد شدن. اینمی حرکته که اینا ناماندن نهضت مقاومت اسلامی، ای خودش یک چیز تعرضی نیست. بنان ما تقاضای ما از امی آدم امی است، از امی آقای صالح که ماشک طبیعی کار تکون نکتایی تا ده پیش شبکه های جاسی ها مرد چی دنبک داری بزن، مگر امی چهار تا پنچیری که همو جمانده هموارم تو خلاص نکن، دیگرانش خلاص کردین. امی یک چهار نفره که غیرت داره تفنگ داره همور ازش نگی که یک روز از ناموس خوده دفاع کرده بتانه. برای دوست ازم بفرمایید. دوست ازم روی خط هستیم، روی خط هستیم. دوست ازم بفرمایید. روی خط هستیم. دوست ازم میدواستم که جور با سر باشید. تشکر. اگه اجازه بسید من مثلا یک دو نکته بسیار زود تماس میگیرم. بسیار بسیار خوب بفرمایید. بله، اول در مسئله جنگ سال افغانستان اخیران مرکسی ران یک تر را جور کرده و ای در رسانه ها درس کرد، خود جزیر در بسیار زیاد است و در 50 صفحه است که بسیار مسائل در بارش گفته شده و جمله آتش بس با طالبا و حکومت موقت و این مسائل که ما از شما نظر می خواهیم در باره اهمیت از این مسئله که چقدر این مسئله اهمیت داره و چه اندازه این تر از این می تانه عملی شود و نمی تانه در این شرایط.
یک موضوع و دیگری که در مسئله امید است فکر میکنم امید آقای امید خراسانی بله اعتراض که امی حکومت های افغانستان در طول همه قصال شاید هم بازن بند با خارجی ها تمام نیروهای مقاومت به نام دو زور ازن و نمیدارم چند سالار و چند سالار از بین برده رفتن کامل. از پشتون و از تاجک و از ازبک و از هر قوم قبیلی که اینا بودن و فقط اینا منظورشان را صاف کردن به طالبا است که را بر از اینا صاف کنن و هیچ کس نتونن در مقابل از اینا مقاومت بکنن و متاسفانه که آقای صالح هم یک نقش بسیار خائنانه را در این موضوع بازی میکنن و ما جدا در این مورد دیده نکویش میکنم این کارهای دیده و اگر دولت میخواست که از امو استعداد یا شخصیت از این استفاده بکنه این در وقتی پنج تا شش سالی که بیکن و دیده می آورد و این کار را ترش میکرد آنه در این مرحله من های فابریچی هدفی را آوردن و کارهایی که میکنه کارهای همش به نفع چی هست بگانه ها هست و به نفع حکومت هست و همی نیروهای مقاومت که اینا سالا به نام دود و رهزن اینا کوبیدن و میکوبن هنوزم در حالی که دوسترین و رهزنترین همی خود غنی و خانمش و افراد خانواده شد کاملا بزرگترین دزا تشکر بزرگترین دزا دزای نکتایی پوش چوچه انگلیس است که در افغانستان آورده شدن به زور پیسه امریکا و انگلیس هستن این میاد عسکر امریکا برای اگر خنیر شما یک ساعت دیگر در افغانستان دیدن بیاین از یخنم بگیرین اینا از بیرو آورده شدن که ایجاد کنن اینمی جنگ ها را در درون مملکت هزاره را کت تاجک پرتن تاجک را کت پشتون پرتن اگر نه اینمی مردم ما اینمی غولگری را اید ندارن بفرمایید درست هستیم روی خط هستیم دوست از این تلویزیون تا پایین کنین بفرمایید شما روی خط هستین اگر که برم بشنوین اگر نه کس دیگر میگیرم بله بفرمایید دوست از این تشکر دوست از این خوب هستم شما خوب باشین بفرمایید تشکر بفرمایید این دوست هزم اگر بتانم سوال ما این است که این مرمای قهرمان برای ما بگوید با خاطر که مالا که دیدی قهرمان از در مستان اگر یک نفر سرسی شاک و گجا نام بخواد قهرمان است اگر یک نفر مثلا یک خانوم سرسون دارد هر کس برای که خانوم قهرمان است این دیو که پلر ما برای ما قهرمان دیگه چی تکبیر کرده اما اینا رو میخواییم و شما بشنم که قهرمان چی هست؟ کاملا، بسیار خوب قهرمان میشه که قهرمان بوده میدانم تشکر من یک تشکر خورد میکنم خب صحیح تصادفی که این کتاب ممیجه هست اینی حماسه ایمان خود افغانستان ایمان همیشه اسلامی میگیرن اما ما منظورم در این کتابم نیست که حماسه ایمان اسلامی ایمان یک باور به نهایت عمیق به یک مسئله است ایمان از نقطه نظر دینی کور می باشد از نقطه نظر اهداف که انسان ها دارن می تواند بسیار جور باشد بسیار بینا باشد همین کلمه حماسه قهرمان شهید یکیاد کلمات است که بسیار خاص است هر کس نمی تواند حماسه بیافرینه دلیل که ما ایره ماندم که اینی یک بچه که از آره بودی کتاب هم از 32-33 سال پیش نشته کردیم این در زندان پلچرخی با ما زندانی بود در زندان پلچرخی نه در خواد صداره 8 ساله بود و شیانه شکنجه میشه دو سای پلچرخی ما قار میشه که نه تو دروغ میگی ما چشمای خود دیدیم و باور میکنم اما ایره به این نماندم که حال تنه بتون که شما شکنجه میکنین به این ماندم که اینمی بچه ها که تا در زیر شکنجه تنبانش چطل میشد مگر هرچی که میزدن این نمیگفت که کی که تازی رابطه داره و دو تا بودن او دیگه شکل زده بودن او گفته بود این نگفته بود ما کسی زیر کارش نمیکنم ولی در اتاقه که خورده که بودیم زیادش اولادای مکتب بود از خواب بیدار شدم بسیار در دونی ماهی که ما در وجه بودم
بسیار وضع خراب داشتم، دیدم که صدای گیره یک اشتکک میاد. ما فکر کردم که خواب میبینم، اتو که چشم باز شد دیدم که در لخکی دروازه بچهک خورد پشتش طرف اتاق گیریه میکنه و هم اتاقی های ما هیچ نتانستم که را خاموش کنم. خب خلاص هم من دستم از سرش شانهش ماندم، دلاسا کردم. بالاخره گفتم چرا گیریه میکنی زیاد زدند؟ گفت نه، از خاطر که من هرچی که زدند نگفتم برشان که کی با ما رابطه داره. اما او رفیق دیگه ایم گفت ای نه تنها که مقاومت کرده بود، نه تنها که شکنجه را سر خود تحمل کرده بود و چیز نگفته بود، بلکه توقع داشت که رفیقه که دیگه شام که 7-8 ساله بود امی کار میکرد. حالا یه گریه میکرد که او رفیقش چرا به غیبتی کرده، یعنی تا کشتن باید مقاومت میکرد. من نام از این کتاب خدا، من در زندان با بسیار آدم های مهم سر خورده بودم، اما این خوبترین حماسه بود که در پیش چشمم زاده شده بود. من این را ماندم حماسه ایمان، یعنی قهرمان کسی که حماسه می آفرینه. در یک جامعه همه مردم حماسه نمی آفرینه که ولا چطور قهرمان و چنان قهرمان و یه قهرمان و او قهرمان. قهرمان به یک اسم امگانی تبدیل میشه که ارزش خود دیگر بر همیشه از دست میده. قهرمان یک کلمه بسیار خاص است برای کسایی که به ندرت در یک جامعه میتونن حماسه بیافرینن. اینی مانای قهرمان است و به همین ترتیب امی کلمه شهید هم اینمت یک کلمه خاص است که آل متاسفانه به همه مردم اطلاق میشه. ولی به شهر که ما را معتر زد کم وقتک شهید شد، ولی این ما شهید شد وی ما شهید شد. از این خاطر قهرمان به یک آدم بسیار نخبه گفته میشه که کار را که کس دیگه انجام داده نمیتونه کارهای خوبترینه که به ندرت یک نفر در جامعه میتونه انجام بده، او قهرمان است. بسیاری نفرهایی که ما برشان قهرمان میگیم قهرمان نیست، میتونه آدم خوب باشه، میتونه آدم بلند باشه، میتونه صفات مختلف داشته باشه، اما قهرمان گفته نمیتونه بشانه. لاین باز است، ببخشید که ایره ما باید به شما تشریح میکردم. خب البته نگفته نمونه که ما بفرمایید دوست عزیز. خب لاین باز است، روی خط هستین دوست عزیز؟ بفرمایید. بله بفرمایید دوست عزیز، روی خط هستین. بسیار خوب، بله سلام. صدای من رو میشنوید؟ کاملا بسیار خوب هم میشنوید، بفرمایید. بله من از فرانسه کپ میزنم، نام قدوس است. بسیار خوب آقای قدوس، خوش آمدین، بفرمایید. بله موضوعی که شما امروز در رابطه با او کپ میزنید بله بسیار کپ جالب و ارزنده است، بخاطر ازی که من توهین به کسی رو نمی کنم. شما ببینید که در وطن ما امروز یک کسی به نام اشرف غنی احمدزی چوپانزاده است یا دخونزاده است، هر چی که است رئیس جمهور ما شده. با آقای صالح من تا جایی که زندانش خواندم و در کلان از این اهداف و در کوچه پخته فروشی کابل بله ما توهین نمی کنیم به اهداف و چوپان یا ولی اینمی آدم که شما اکشت بالای پلیتون گذاشتین اینمی آمده میگه که ما از زبانم، فرهنگم، هویتم و قومم دفاع میکنم. ولی اون آقای عبدالله سالی بله عبدالله سالی نواسین اهداف نوکر اشرف غنی چوپانزی خسته اون از میخواه کیره معاصره کنه و من قسمه که در تلویزیون دیدم یا در اینترنت میخواست کیره اسیر بگیره و مثل که دوستای و دوستای برادرهای ازواری ما را که میخواستن کنا را خواد خود بندی کنن، حال خواد یا خواد دارن اونمو خواد میچله بله خواد امین است، خواد ترکی است، خواد دکتر نجیب است، خواد ببرکارمن است، ادامه داره این تداوم تا
تمام خدا و اشکال مختلف. آقای اشرف غنی همزیان یک حادیث آدم کش بیمار است و اگر بیمار نباشه اول در قانون اساسی افغانستان کجا نوشته شده که خانم رئیس جمهور اینی صلاحیت رو داشته باشه؟ اینم بیبگل در هر چیز مگس در دو خور ظاهر میشه و پولم برش داده میشه و باز یک خانم است از امریکا رفته در امریکا پوتین میانی فرانسوی ها میده پاکاری میکرد زوره جان یوسف خانم زوره بله و خانم زوره آله در وزیر برخان خانه یک تعمیر بسیار قشنگ در اختیارش است به نام مشاور بادیگار داره موتر زد مرمی داره و عیش و نوش و شراب و کباب و با خانم بی بی گل هست چیز نمازی بله بی بی گل زن اشرف غنی بله نام شما ماندن بی بی گل یک روز دو روز یک سال دو سال اینه باز چهار سال نگاه بینیم اشرف غنی چوپانزه سر گلون این مردم میشنه و حاکمیت میکنه با چر میزنه و خر میزنه و با تنبان کشال و ایزار کشال خدا میکوشه با مرزلت زیاد پر گفتم پوزش میخوایم. بسیار تشکر دوست عزیزم، خوشحال شدم. اما دو چیز ما با شما در موافق نیستم و امیدوار هستم که دوستای ما در آینده مد نظر بگیره. ما امی غنی را برالایش هستیم، امی غنی در دست ما باشه ادامه میکنه میشه با خاطر جنایتی که در مملکت کرده، اما چوپانزه نمیگه میشه با خاطر که چوپانی یک شغل بوده، یک کار بوده. در واقع اگه شما به افغانستان ببینین شاید 1000 سال 2000 سال پیش نمی کلهی ما چوپان چوپانزه بودیم و زای هم نگفتن امانه که از زاییدن گرفته شده کلمه پشتو اتا نیسته. اینمی را به عیس شغل مثل که اکتاد میگه بیبولای کلکونی بچه سقاو فکر میکنن که سقاو بودن یک گپ غلط است و یا یک چیز قابل چیز است که باید بشرمیم. و دیگه یک گپ دیگه زدین که گفتین آقای صالح پدرشان چوپان چی بوده نداف بوده، این دا اینده مطرح نکنین به خاطر از اینکه فرق نمیکنه که پدرش کی بوده خودش کی بوده. خودش هم میتونه اگه نداف باشه امیالیم، اگر امیالیم نداف باشه او شغلش است به شغلش احترام کنین. چرا اینمی مشکل بوده در مملکت ما، مردم شغل بد میدیدن از این دوره که ما در افغانستان دیدیم در دوره ظاهر داود بعد از تا امروز مردم فکر میکنن که باید رئیس باشی، مدیر باشی، مامدزهی باشی، بوران به عیسی یک شغل گرفته بودن و دکتر و انجینیر در غیر از او یا معلم، علاقل معلم هم فضل خدا چکه و دیگه کلی چیزا موچیستی سر اولادش خنده میکنیم، نانوایستی سر خودش، سر اولادش، سر هر کسی. در واقع یک جامعه را مردمی که امو اونر کار دارن، کسایی که اینمی شغلها را دارن و پیش میبرن. امی توشکای ما که چی میشه در که تو بسیار میچسبید باز نداف نیمد اگم پخته از اون میزد. یعنی که آقای صالح مگر مردم پخته است نکو و مردمی که مقاومت میکنن در مقابل اینی حکومت کثیف و تمام اینمی توطئه های 18-19 ساله. حالا دیگه اگه آدم غول است که نفهمه که انگلیس و امریکا که در افغانستان آمدن ای به اساس یک توطئه بوده، به کدام چیز دیگه نبوده. خب دوست عزیزم شما لاین باز است، بفرمایید. دوست عزیزم روی خط هستین. بله دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایید. دوست عزیزم بفرمایید دوباره. خوشحال هستم دوست عزیزم، بفرمایید. رفیجان امی امو ملا کامه در بود در تلویزیون ما گفتن که کمی من کافران را بسار بد میبریم منزی خودر کلشهری ایار و مدرفا گفت نمیدنم به نظر شما یه چطور و کافر مثل در سر پیدا کنم؟ خب کافر هم خونسان هم خرف دلش که کافر هست یا مسلمان هست خب چی گفت ما شما در مخاطر اتیا کنید کسی کافر باشه باید در بزنید نه اصل قضیه ای سینا که تی کافر ها گفت میزنه اینا امو وظیفه اسلامی ما
امر بالمعروف و نهی از منکر است که یعنی ما با مردم همیشه باید در تماس باشیم، چیزهای خوب را ترغیب کنیم، چیزهای زشت را مردم را دیسکارج کنیم و گفته انگلیسی یا با کلمه انگلیسی یا چی کنیم شانه برعکس برشان بگویم که کار را نکنیم. کتمه اینا لاجواب هستن. خب از این خاطر یا اونمو یکانه چاله که داره نیست که ولی کافر کتش گب زدن نمیتانیم نمیخواییم نمیتانن اینا همی دامنشان هر کدامش که آمده تا حال در پشتش پنگ شده بنان یا میفهمن که اینیجا که بریم کل غلطی های ما برملا میشه. مثل عبدالرحمن که آمد خیالش که بسیار چیزها رو میفهمن، اما وقتی که آمد ما غلطی هایش منطقی گرفتم، ادبی گرفتم و قرآنی گرفتم. حال خدا در چی فکر است که دیگه چی بگوید؟ مگرم عملا هر کدام از این که آمد با منطق دامنشان در پشتشان پنگ شد و رفتن. اینا لحظی خاطر برای ما اینا میگن که تو کافر هستی با تو گپ نمیزنیم. اصلا گپ با کافر است که کافرم مسلمان بسازی. مسلمان خوبی از مسلمانه، برو کافر و مسلمان بساز. باز ما خو مسلمان هستم، منتها مسلمان رقم از این غولان هستم. وقتی که میگه آمن تو بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی، اینمی اسلام هست. هر کسی که در خانه یک مسلمان تولد شده مسلمان است. او را هیچ کس گفتن نمیتونه که تو آیا مسلمان هستی یا نه یا کافر هستی، تا زمانی که خود از اون نیایه و نگویه که ما به این خداوند واحد ایمان ندارم بلا تشبیه، به پیغمبر ما ایمان ندارم بلا تشبیه، به قرآن ما بلا تشبیه. اونو وقت باسته میتونی بگویی که این نفر کافره، بیا خودم مسلمان ثبوت کن. هیچ کس دیگه تو دست یک آدم میبینی بوتل شرابه، کافره نه گناهکاره. میبینی در زناخانه رفته، کافره نه زناکاره. هر چیزی که میبینی او کافر نمیشه، گناهکار میشه. یا آمده به ما میگه ابو علی سینای بلخی میگفت که کفر چومن ساده و آسان نبود، بخیر می اشتباه خواندم، کفر چومن گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چومن یکی و آن هم کافر، پس در عمد ده کسی مسلمان نبود، اولش در شهر بوده. اینا اگر که کدام چیز برای گپ دارن بیاین، ما خواهی نهست ما از پیش یکیش نگروختیم. یکی نمیتانم که هر بچه هر که بیایه که هیچ معلومات ندارم ما که تزو گپ بزنم. اینم یه عبدالرحمن فاتح که آمد ما ثبوت کردم که همی هیچ معلومات نداره. این یک بچه هر که سنت دو بارس برای ما در آینده هم اگر کسایی بیایه که مثل از یا حداقل یک نام داشته باشه، باز بیایه یک ویدیو پر کنه که ما یکی که غلطی هایشان بچینم که تبرو چینم. اما اگر ندارن چی سبا فرمایید؟ اگر قدرتی شما این دفعه لایف گپ بزنید ما باور میکنم که لفان افر سعی میکنه، چون مردم افغان ها از روز بیدار نشدن نمیفهمند که یک آدم به نظر از او بخار یک آدم کنان مال بشن. چون در فیسبوک ها میکنم یک شما سه نامه در تا رامین نظاری چند نفر هستن که می خود چی میفهمند درباره ارشد بدن نفرار کلشان که میبینی هنوزم بیدار نشدن. در میدمیانان که مرسم باور کنیم در نسبه این سال ما تناس مازی خود در این مزرگ شده قدر ما افغانات کم بالا پایین برم در وقت در میشه مره یک نفر کمک کرد یک یهود یهود بود او هم بسپه این نفرشان از فامیلش اطلاع کشته بود مخبر را نداشتم برده این سال بسپه این سال کمک کرد یک اوید بود این افغان ها را که کمک خواسته مسلمان هم بودن نه والا من کار ندارم ما وقت ندارم میبخشی من یک تلفون خود نمیگیرن اگر صرف کار خود باشه صرف کار خود میکنن یک کدام مرد نباشتا کلشان نیخوا اشتاب بسیار سال هم یهود که بود هر چی نیکنه دلت بدر مره چی میگه صرف با ما غرض نگیم دو کنه کار پر میکنیم. اما کافر شفیعیان است خود ما کافر است ما را خیر جانت. ما برای شما بگویم که پنج سال بعد ده سال بعد این ملاها دیگه نمیتونن با آبرومندی به طرف مردم سعی کنن.
ما یک خود معلومات میدیم به مردم، وقتی مردم معلومات داشت آیست آیست هم اوشاری به وجود میاد. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. بفرمایید دوست عزیزم تلویزیونتان رو پخش کنین که ما شما را شما ما را بشنویم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. من میخوام که باره دیگر بزنم که بزنم و یعنی مواد مخدر افغانستان که اینا چیز یعنی نفردهش به اینترنت هست. بله ها یعنی این مواد مخدر که اینجیس دنیا میپروشه مردم هم مصاب میسازدن چون انگلیس نکدام علاوه بر که باید مردم بخشید در جهده هم بکرد از دنیا پوپلیشن نکدام سلحاتی کدام چیز داره در جهده هم بکرد از دنیا پوپلیشن لیلی هاست محمد مخدر افغانستان هم به قسم سخایه که روسیه یا امریکا به دنیا مفرشن یعنی مواد مخدر مفرشن و مفاد سرانی بین 400 و 500 میلیون دلار است. کاملا بله دست در بازار جهانی البته بله بله و ایرا اینا در جی دی پی در اقتصاد خود این مواد مخدر اینا پیسش میره پیسش ترزیق میکنن در اقتصاد مملکت خود ولی این اقتصاد اقتصاد مملکت خود رو بیحسان میکنن برای که مردم انگلیس بیمار بله یکان کاری که مردم انگلیس دارن مردم برای بانکرار خواهر میکنن دیگه ایش کنم کاری این مردم ندارن بله یک چیز آدت رو میسازن یکی یک کم سلام میسازن یکی موتان هم روز روی یکی چیز دارن یکی کشتی نداره انگلیس یک قسمت اصلاحی دنیا رو بله ها بفرمایید بله ها ببینیم از شما بزرگی خود در مملکت هایی میکنن که بسیار در با افراد ارزان به صدا اسم مردم استخدام میکنن برای خود مفادش اضافتر باشه وقتی که اون تولید میکنن با مملکت های دیگه مفادش اضافتر باشه کاملا ای گپاش آه بفرمایی ندامه بزنید دیگه انگلیس آن مثلا دوچرته پرزیدنت ترکیه هست شما که بینید ایسا نفر مواد مخدر از فیلیپین روز برو در بین داره بلکه به کسانی که ایکارا رو میکردن در فیلیپین برشان اختار دار مشم یک ما بودی یا نیما اختار دار مادر زیان بودی یا هر کدامشن یا کفر اتفار از بین برو بله دیگه این در افغانستان بلی که شما ببینید این تمام کاران در دست انگلیس در اندیکایی کاملا همی گفت شما صد در صد درست است بله اگر شما ببینید کسیت میخواهی که از کار از سوریه و هم از افغانستان بخواهی که بتشد اما جنرالش میبینه جنرالش بیفا میکرد در موضوع بله اگر شما به اون موضوعی رازق من با شما گفتم که جلاله امریکا بر انگلیس کار میکنه بله حتما 80% از بر انگلیس کار میکنه اگر نه رفتی پرزیدنت امریکا میگه که من میخوام از سر از سیده بکشم چرا نه استعفا میکنه بله خب بر انگلیس کار میکنن که استعفا میکنه کاملا بخاطر از اینکه اینمی رابطه که در افغانستان جنگ افغانستان یک جنگ اقتصادی است انگلیس ها از حداقل از 1.5 سال همی بزرگترین کشور امپریالیستی دنیا و بخصوص به شکل تاریخی انگلیس ها بوده انگلیس ها در افغانستان در طول سالهایی که ما حتی هیچ فکر نمی کردیم امور افغانستان را در دست داشتن مملکت بیچاره و مردم ما خب بسیار ساده است اینا را بسیار آسان میتونی که بازی بتی اینا اینمی مثل مداری ما را بازی دادن حکومت های ما را در دست خود داشتن امروز پسترین تاجک، پسترین پشتون، پسترین هزاره، پسترین ازبک، پسترین افغان در دست انگلیس است برش پیسه میتن، سلام میتن، جا میتن، موترهای زریدار میتن، زده زری اما دگرهای ما
کلگی ما به نوکر تبدیل شدیم. در دنیا هم همونطور که شما گفتین، در خود انگلیس هم اکثر مردم برای کمپانیای سلاح، کمپانیای که تیل، کمپانیای مواد مخدر، کمپانیای مواد طبی و غیره و غیره کار میکنن. منافع از یا با اونمو کاری که در مملکت خود میکنن یا اقتصاد بزرگ نمیتونن داشته باشن. انگلیس ها از 150 سال در شیرکشی دنیا مصروف بودن و همیان منمو کار میکنن و از جمله مواد مخدر افغانستان. حتی اگر شما جنگ افغانستان بالا سال 2001 ببینید که انگلیس ها میاید در مابین المند قرارگاه دارند، به خاطر از این که کسایی که دیگه چیزها را زراعت میکردن شرایط خراب ساختن که دیگه در اونجا گندم و جواری و مواد غذایی کشت نشه، تنها تریاک شد. و چرا در المند که کلش زیر کنترلشان باشه، اگر در مزار هم شود، در بدخشان هم شود، در کل جاها، در جلال آباد بازی ها کنترل نمیتونه، اون نفرها شخصی میتونن بفروشنش، بنابراین در یک جای باشه که کاملا در کنترلشان. و 400 میلیون دلار که شما گفتین کم پیسه نیست، بسیار پیسه است. اما ما را خود ما را گفتم میرن که شما نوکر هستین، اینا برای عسکرتان پیسه میتین، برای ارتش افغانستان، پلیس افغانستان، امنیت افغانستان، به خاطر امنیت منافع انگلیس و امریکا در افغانستان کار میکنن. ما خوشحال شدم دوست عزیزم. تشکر. ما یکی دیگه هم نخواستم بگم که روسیه که میم پیسه مواد مخدر افغانا را میخرن. کاملا کاملا. این دیگه مقبولی دیگه انگلیس شما میگنه کاملا این میاله. بسیار تشکر دوست عزیزم. امو مثل از که خواه یه رگفه نمیزنم که بد میتونه که باشه. دوست عزیزم خط باز است، بفرمایید دوست عزیزم. کسایی که در فیسبوک زنگ میزنم، بفرمایید دوست عزیزم. بله سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب استید؟ بفرمایید. آقا خوب استید، سلام خوب. شکر دوست عزیزم. ببخشید وقت من زیاد نگیر، چون این برنامه لایف شما قسمش که میخواییم به حساب اصلا مسئله بگراند شما عکس که ما داشت و نمو رسوات کنم در لابلای ایسی صورت دیگه که لایف حساب صورت میگیره اگر کتا وقت هم نگیرم. بله. یعنی هدف این بود که دو سای دیگه که بسید مورد بعد مسائل دیگه یاد میکرد که فلانی نوازی هست برای فلانی فلانی چی نمیکنی مثلا کتا کتا میگم بابره کارمال بچه بسیگن در پسر جمال موضوع سیخان علیه بیسا فیدیالیزم و اشرافیت و این مسائل بود. خودش کسی بود که جمال زاده بود و این مسائل با هم شما بیسا پتا که دیم فرق میکنه. انسان آدم به شخصیت خودش باید بشناسن و به محاورش نیم مثلا نایی بلایی کلکونی به شروع به چیز قو که میگفتن بعد از زود که بقای زود در جنگ جهانی بیسا بیده جنگ جنگ باشی با در جنگ بیسا آن انگلیس اونا بیسا مطلیت آبرستانی داشتن مشهور به این مسئله شد. مطلب موقف خودش مهمتر بود چون یک نوزت بود یک خاص داشت این اگر ما به هم بود مهمتر مثل این مسئله بگرد شما که نیست فوتوی که حقص آقای امید خراسانی هست. من مکمل به حساب شناخت در مورد زمانه رو بگرد من قدر یک اندازه میخواییم به حساب توسیه یا به حساب توسیه گویم بر آقای صالح بگیم که واقعا به حساب متوجه به این مسئله شد که فکر کنم یعنی در فیسبوک ها بسیار این مقدار بسیار سلایی که از امی 16 نفر یا 18 نفر که بسیار یا چی کنند احسایه کنند دو دو یک سده پیسی یک سده 30 میلی سلایی باشد یا ایو بیشتر یا کمتر. فکر کنم آقای حکمتیار بیشتر از سلا در آقای ترخیل از اکر بیشتر و آقای زرداد از اکر بیشتر بود فالت ها از اکر بیشتر بود توی سلاوی نگفا اگر واقعا بیسا امنیت کابل بیسا بر هم نیخورد بسیار ما امرش موافق هستیم که این مسئله پیش برد. اگر مسئله آرامش مکمل بیسا به افغانستان با گرفتن سلاوی عظیمی بیسا به افغانستان ما کاملا بیسا هیچ که مفتنی نداریم مگر نیخواهیم که نیخواهیم که توسط خود ما خود ما را از بین برن امیر باید متوجه باشیم به خاطر که طرف مقابل می رومند شده می رو و ما هم اون چیزی که دار ندار از یک اولاد و اینی کسایی که خواهد دارید او رو می خواهد کس ما بگیرد. کاملا هدف بیست که اگر واقعا به احساس سل در افغانستان به این شکل به می گرفتن این افراد که زندانی شدن یا به احساس سلا خد سلا شدن این مسئله ما به خدا آزر هستیم که
امیما که در امریکا هم هستم، اگر ما بفهم که در افغانستان سلمه و گرفتاری ما خودم میایم در کابل خود اعدام میکنم که در اون مملکت سلم شد. اما تو نمیتونی که شما طریق دیگه، شما طریق به حساب افغان مردم روشن میسازیم. شما الان من نمیخوایی بسودی برنامه شما را زیاد تعریف توصیه کنم بخاطر از این که شما یک شخصت دیگه سی منطقه آقای سالی انتحان آقای دهوری آقای کرزه هم داده وقتی که بود که در مقامات بسودی یک وزارت نگفای نصب بود بسیار به حساب تعریف توصیه کرد که خدا شکر که موی کرزه خیانت نشد دو مقامات تکیبی به حساب اشتراف شد از کار کشید و این دانش شد برنه باز بسیار مسائل دیگه در این طرف کرد. به هر حال مطابق باید ما مسائل ملیتی را هیچ وقت نظر نمیگیریم، امید در نظر نمیگیریم. اگر به حساب شود که همین مقاومت که ما میگه مقاومت علیه مخالفین ایرانی اگر جریان داشته باشه، اگر واقعا به حساب جریان داشته باشه، این ما چشم پوشی نمیگیریم که بدون شک جلال‌آباد، قندهار، شمالی، مزار، یعنی تمامش مربوط به یک نقشه واید است، مربوط به یک جغرافیه واید است افغانستان است. ما باید همه به حساب کسانی که بزرگو هستند، اول به حساب بشار کابل خود است، از اکمتیار کده و ترخیل کده هیچ کس زرگو نیست. از اونها اقدام کنید. اگر شما زیاد نمیگرم، یک جان تشکر. بسیار تشکر. بسیار تشکر. بسیار تشکر. شد. شما شد خوش میخواه. اسماعیل هستم از آلمان. بسیار خوش هست. ما اینمی گپ است که اگر در افغانستان صلح بیاید باید چیزی که تفنگ از جمع شود. اما اگر تو تفنگ طالب و داده میری پشتکی برای ترخیل میتی، برای گلبودین میتی، برای او اینجا این مردم خود اولین نفرهایی که خل سلا خود کردن پنشیری بود، شمالیوار بود، مردم سمت شمال بود، ازبک بود، ازاره بود، داو طلبان هد تفنگ های خود دادن که به یک سال شد. تو گرفتی خیانت کردی، تمام قدرت گرفتی، از سو کوچی و از سو غلام های پاکستانی را آورده رفتی، در سر مردم زمین هایشان را گرفتی. امروز زمین از آراجات شما چور مندازیم، سرکی سر اونم و کوچی که از پاکستان میارین، جنگ های نژادی و قومی و مذهبی و غیره و غیره را برای در مملکت دامن زدین. حالا مدی چهار دان تفنگ در وجه است، لعنت به پنشیری که تفنگ خود بگیره برای ساله بته یا برای یک کس دیگه بته، برای حفظ ناموس خود رو نگاه کن. اگر تو نداری اونو دیگه پنشیری تفنگ نداره، برو بخر. هر رقم سلاح که میتونی بخری، حکومت کثیفه، کسایی که در دستگاه کار میکنه کثیف هستن. تو فکر نکن که پنشیری ماست، پشتون ماست، یه ازبک ماست، ولا پشتون ما برای انگلیس نوکری میکنه، اموزن یک افغان دیگر هم که بگیره رای نمیزنه، از آریم هم تاجک هم که در حکومت است. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. روی خط هستین دوست عزیزم. بفرمایید. سلام آقای شفیع. سلام با شما دوست عزیزم. بفرمایید. خوب هستین؟ سلامت هست؟ ببخشید مازالشون، من راجی به آقای خراسانی میخواستم صحبت کنم، اکثر که نشه شدن از طریق سایت های اجتماعی. بفرمایید. من یکی از خانواده های اون اکسا هستم که مدت کنه در اون اکسا برادر هم و بچی مامای من هم هستم و در ای که آقای نمیدونم امرالله که تازه به دوران رسیده و خودش هستن در شخصیت داشت که اصلا تا حالا که ما هیچ حدی اطلاعات نرسیم و حالا بازی خودش با بازی خودش خط میکنه، متاسفانه به عرفای پوچ پراغنده که نشد میشه که اینا اختضاب چی هستن، آدم های دورگیر هستن. مخصوصی یک از خانواده هستن واقعا شرماور هستن، همچی چیز نشد کرده و در سایت های اجتماعی نشد و نشد گذاشتن و در ایچه یک عکس بودم، یک عکس که بچه مامای من با برادر من هستن. یعنی این چطور مثلا تا حالا مثلا یک جوان های هستن که تا حالا در هیچ گروپ در هیچ تنظیم یا دست نداشتن و الان ایراد در صاحب اختطاف چی نشد کردن؟ واقعا شرماور نیست؟ آیا مردم اینقدر چشم الان همه جای اینقدر نفرتی مردم داره که اختطاف چی با دوز همه چیز دور بر خانتون ها دیده نمیدنن؟ این کسایی که مثلا به خاطر سالگرد مسعود یا به هر چی به علت از اینکه یاد بود از اون زنده کنن
یک عکس دست جمع میگرفته باشه اونا رو دستای که اونا نختداب چی نشه میکنن واقعا شرم است. من به خاطر نماز گرفتم که بگم که هیچ کس نمیتونه مثلا آلا عمشت و عمد جایی میتونن حقیقت برملا شود و اینا رو به عنوان دوست چطور معرفی میکنن امرو نصالوی خواهد صدای خود نشد کنن صدای مردم هم شاید بشنون که ایجا دروغ را که میگن در حقیقت تبدیل نمیشه. جوانهایی که مثلا الان ایچ اطلاعات از این جبنه بفرد بمشه من زیادتر اشتاتی شده مرک میدن و شما باشین یک عبدیم که برادرتان و بچه مامایتان از برم بچه کاکایتان هم زنگ دیم بوگاموش برو کت بچه مامای مستاد شو هر خیشایتان هم که هست با ما هم زنگ دیم و ما بر تمام مردم افغانستان میگم که با خدا تا که تفنگ نگیری تا که اینی قوای خارجی را بیرون نکنی تا که در زمین خود کشت زراعت نکنی تا که تریاک از بین نبری تا که کچکول گدایی تا نشکنانی تا که بر خود در سر پای خود استاد نشی تا که دست سل بر برادر دراز نکنی تا که نفهمی که وطن و وطن پرستی چیست در این مملکت سل نمی آید اینمی کلانای ما اینمی ساله را اگر بگوین که برو پنشه را ده پنشه را می زنه بخاطر چی؟ بخاطر که یک چمکی دادنش وزیر سر داخله اینمی اشرفغنی را بگوی برو همی کوچه ها را حلال کن اینمی اشرفغنی همون کار هم میکنه این اشرفغنی نیست که کوچی را میاره این انگلیس هست انگلیس پلان هایی داره که با جنگ به سمت شمال ببره به طرف ایران ببره منابع ما را چور انداختن باید منابع ترکمنستان ایران ازبکستان و غیره و غیره را چور کرده برای جنگ کمپانی های تیل هست جنگ مردم انگلیس نیست مردم امریکا نیست جنگ کمپانی هاییست که سلام مفروشد تیل مفروشد مواد مفروشد این جنگ از اوناست خود مردم انگلیس هم در این بیچاره شدن و مردم خود از دست میتن بنان شما را خواهش میکنم که بچه کاکایتان هم بگوین که برو کت بچه مامای مستاد شو که از اون مردم دفاع کنیم ما بسیار سپاس میکنم خواهر ازم سلامت باشه ما منظور بازی نیست که ما به عرض امرالا سالی چیز وسط داشتیم واقعا برای سماور از خودش یک پنکشری و خودش تو توی یک پنکشری دیگر هم مرکوم میکنه که در سالگرد با امام یادبود در آمده باشد و اصلا از ما را حالا در صفحه اجتماعی با امان اختدافشی و چون که جمعنی یک چاکی داده باشد برای از این خود داری توی این کار من نشد با آیا تو پنکشری زندگی نمی کنی تو آیا در اون منطقه رفته نمی کنی تو با کنام سربلندی در اونجا میشه خود در از فخار دادا میزنه پنکشری شد این به پنکشری که تو نام پنکشری به سر تو باشه اما هم متاسف هستم که تو همی حرفا میده بسیار تشکر موارد که تو دستم ما بسیار خوش شدم خواهر عزیزم شما را میمانم اما ما بر شما میگم که در سالگردهای احمد شاه مسعود که طرفدارایش تفنگ میگیره در شهر کابل میآیه دولت عادی کار باید نشه ما میتونیم مسعود تجلیل کنیم به رقمهای مختلف اما در مملکت که دونوس و ترخیل صلاح داده شده میره برش آمادگی از ایره میگیره کت مردم در جنگ پرته در اینجا در واقع تو که کت تفنگت میایی تجلیل میکنی مسعود قدرت خود به نمایش میمونی به حکومت میگی که این مسئله تجلیل مسعود نیست تجلیل راه مسعود است که تفنگ گرفت از مردم خود دفاع کرد از افغانستان دفاع کرد ما اونمو کار میکنیم از این خاطر ما با او مخالفت نداریم اما ما یادمه که آقای ساله گلک ها را گرفته بود برای نفرها میداد که کسایی که طرفدارش بود که اینه گلک میمانیم در سر قبر مسعود با این رقم تجلیل میکنیم در این شرایط فعلی با او تجلیل نکو آقای ساله با تکگک های سبز که در دست بچه ها بسته میکنی با او تو کل گیر در خطر مندازی هنوز در کابل وقت از این نیست که ما با این حکومت خود تسلیم کنیم این غلطی را 18 سال کردیم تو دیگه از این خواه اگه خود دخواه استی خورتا بزن اما نمان که خورتو باعث از این شکه ما هم خور بزنیم بلکه ما با خورهای تو از خواب باید بلند شویم و تفنگ خود اگر نداریم بگیریم بخریم به نان آقای ساله گپ از این نیست که مثلا تو رفتی باعث پنشیری بر علی پنشیری یک روز این کار باید شوه که پکیوال بر علی پکیوال پنشیری بر علی پنشیری پغمانی بر علی پغمانی این یک روز باید شوه اما در روزی که حکومت افغانستان طالب و داعش و گلبودین و تمام این کسافت ها را آورده تمام پشتون وطن پرست از قدرت کشیده تاجک و ازبک هزاره را
در این وقتی کار نکو، در این وقت ما این کار اگه کنیم در گردن خود خود ما کار میمانیم و کش کده میریم، و اگه تو این کار کنی باید دستت گرفته شد، اگر انوزم بدامه دادی باید دستت شکستانده شد. آقای ساله امیدوار استم که اگه پایین به گوشت برسه، آقای ساله امیدوار استم که تو این مسئله را بسیار جدی درک کنی. در غیر از او مردم باید بفهمه که اگر مجبور شیم بر علیه پنچیری خودم می جنگیم، اتو نیست که او این پنچیری ما جنگ نمیتانیم، باید بر علیه پنچیری خودم بخیزیم، بر دفاع از پنچیر خود، بر دفاع از کابل خود، بر دفاع از شمالی خود، بر دفاع از هزارجات خود، بر دفاع از قندهار خود و بر دفاع از مملکت خود. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. آقای سلام علیکم هستین. شکر دوست عزیزم. شکر. آقای آرش بفرمایید. خوشحال شدم. مک صحبت هستم راجع به می برادره که برزد وزیر داخله بودن، اینا بر ما همشان معلوم هستن، مثل دمی آقای عطا و جنرال دوستم و دیگه و دیگه و اینا آره، یا همیشه یک دفعه بلند شدن باز پس خاموش شدن، باز از اینا دیگه ایچ نه صحبت بود نه دیگه بود و نه برز دولت بود و نه دیگه بود. اینا از این مردم هستن. بله سریع مردم هایش وقت نمیشه اتفاق کرد. اینمی شخص هم که حال امروز بلند شده، من وقت هم گارانتی میکنم یک ما باست اینمی هم صدا چپ میشه، آرام میشه، یک تاوکی که برشد خلق خلاص میشه، یا کشن این مقصویسن، یا انسان های فروخته شده از کل هیر، یا آقای ها فروخته شده سریش کدام از اینا نمیشه که ما باور کنیم و اعتماد داشته باشیم. بخاطر هر کدام از یا امتحان ها دادن. ببینه شما آقای دوستم آقای عطا محمد نور، آقای عطا محمد نور چی شد؟ عطا محمد نور هم آقای که اصلا صدایش نمید رایه ایچ ایچ خلاص شد. اون روزایی که یک چهارتا چوکی نمید بودی شخص مثلا میخید صحبت میکرد و اقدر از زور گرد بیزد و مردم رو طرف رو کش میکرد، و ببینه که بازارها نفر آمد به طرف جمع شدن و از این حمایت کردن و پشتبانی کردن، بعدا چی شد؟ هیچ چیز نشد. بعد آل کجا حتا محمد رو اصلا شما یک مصاحبه دید نمیشنمید، اصلا یک صدای دید نمیشنمید که برزد حکومت دیگه دعوا کنه یا صحبت کنه، اقلا کنه مردم صحبت کنه، اقلا به کسایی که دیده پشتبانی کردن و همچنان آقای دوستم و هزارها کسان خفا از کسای دیگه که اما کسیم یک کار کرده بودن. این شخص من بود درست آقای آر من بسان گارانتی میکنم، یک مبارد اینمی شخص اگر اینمی دولت نرفت و پیش دمی ها پای بویسی نکت باز بگید. نه باشین مکت شما یک چیزی را بگویم تا حدود ای گفت شما درست است. جنبش ها و حرکت هایی که بسیار هوشیارانه به وجود نبیه و به کجراها کشانده میشه، جنبش ها و حرکاتی که به اساس احساسات به وجود بیاره بیایه و میتانه که چیزا به وجود بیاره، وظیفه ما منعیس یک قشر آگاهی است که اگر یک مرچگک هم خیز در مقابل حکومت یک کار کرد ما از او دفاع میکنیم، هر وقتی که اون مرچگک از خط برامد ما از پوشش پس میشیم. در قسمت امی آقای والی بلخ هم اگر شما سعی کنین اینمی آقای صالح در اونمو وقت آمد گفت و عطا محمد نور چوکی را اعلام کن بیا کار سیاسی میکنیم، در واقع اونمو را چرا کرد؟ به نفع اشرف غنی در اونمو را تمام شد. آقای صالح امروز ما میتونیم ملامت کنیم آقای چی والی بلخ که تو بیادر رو روز گپ میزدی امروز چی شدی، اما اگر خم دگام میتونیم سوال کنیم از خود که ما چی کردیم؟ تمام قماندان های شمالی را ایسته ایسته اینمی عبدالله و صالح و غیره و غیره قناعت دادن که قطعت آمد نور یک جای نشین که قدرت از پنچیر میکشه مزار میبره، تا حدود یک تعداد مردم خوش باورانه با او باور کردن، تا حدود یک تعداد دیگه از ترس یک تعداد دیگه هم خریده شدن، در واقع امی آقای عطا محمد نور در یک گوشه تله کردن. آقای عطا محمد نور امروز مسئولیت او روز نداره به عیس والی که بخیزه گب بزنه. ما فکر میکنم که امروز و شوری سیاسی است که آقای عطا محمد نور در پشت پرده کار کرده بره و جبه ساخته بره نسبت به این که بیایه عروض در میدیا باشه، این یک کار اوشاره. اما ما باید هر کسی اینمیجه اگه یک مرچه بخیزه استاچه با مقابل امی حکومت ما که تونمون مرچه استاد استیم، اگر این مرچه زبا رفت در دامن غنی
بازی وقت ما او را اعلام میکنیم، اما ما باید این را یک جهت بتیم، چیزای مثبت پشتیبانی کنیم و آقای صالح اینمیال اینمی عملش بر علیه مردم ما سیره ما باید که یاد کنیم و استاد شیم. ما شما را میمانم دوست عزیزم، دیگه دوست ما میگیرم از فیسبوک آقای آواره را میگیرم که بسیار دیر در لاین مانده میشانه. تلفن ها را میگیرم دوست عزیزم. بله سلام علیکم آقای امین، بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. تشکر، سلامت باشید. نام ما میخواستم در ویدیو و برادر کمیل از زنگ زد به خاطر از اینکه گفت که آقای دوستم بیست و آقای اتا آمد نور خیست. آقای ایار من براتون بگویم که در افغانستان کس دست خارج است، هیچ کس آن هیچ کاری کردن نمیتونه. خدا شور بده آقای دستس هست علیش انتخاری، علیش تهدید، هزار گفت هزار تهدید میشن به این کار کردن نمیتونه. کار رو بسید خونه است مثال بخزنن و نفر جمع کنن و مظاهره کنن یا مثال علیه زهرت شعار بدن و این رقمه صدای خدا بکشن چه تحریفش میکنن. همین استنوزر برشن نگفت که بدم دوسیه جو دوسیه بیسازم خمیلی نوزا برشن دهی خوچی بپس کاملا دوات هم کناسر دوسیه یک جور میکنن که بیسیام داشترش میکنن سینه رو رسمش میکنن اسکای نیوز رو رسمش میکنن در روی دنیا بدنام میشن کاملا نه یک چند مجله کشید دوز معرفیش میکنن خوچی کنن از این سجی رقم میشه کار کنن کاملا نمی یک پاو بود اون اون چیزش چی رو بگیرفت اسیر رو بگیرفت با خاطر از اون را که با خاطر بازار بازار یک تانک پیش خودت آمد نور بود که باید باشد والی بود یا کماندان بود از جمعیت از محتمول تانک دامده تانک از پیشش گرفت. بله چی کن که خرسلا دستش دستش دیل سنگ است هر کاری بکنه من نفس خودش نمو میشم سفر خدا بکشم من نفس خودش نمو میشم دنیا و امریکا و انگلیس و ناتو پشت در پشت دولت غری طالب زی و طالب بالا است قوای یعنی کار کردن نمیتونه هیچ کار کردن نمیتونه از این چیزی نمیشه. این دولت فقط در سرنگونی مردمی کار داره، نه نه قمانداری، نه نه قمانداری یا کسی دیگه. کاملا با شما موافق هستم. مظاهره در خاطر شتاهی رو هم نکنن انفجار مت دستگیریش میکنن و یتون فر جمع کنید اتفاق زام بلا قمار به کش کجا بشه. یعنی تخم مقاومت یا از بین میبره. تو بخیر مظاهره کو انتحاری میکنن چی کردن میتونی؟ کاملا دمو قطع دمو تفارت رو میگیرن تو دفر جمع کنید این رو بخیر دکه نکو این رو بخیر مت که مظاهره نکو که انتحاری به خطر است پیره کردی یعنی بذار بیا جا بشه. کاملا همراه شما موافق هستم آقای آواره. کاملا گپ شما بسیار درسته، بسیار خوش شدم. روی خط هستیم دوست عزیزم، بفرمایید. آقای سلام، امیدوارم خوب باشین. تشکر، خوب هستم، شما بفرمایید، خود معرفی کنین. تشکر آقای ایران، من یک زمانه در وقتی که جناب احمد شاه مسعود هنوز زنده بودن بله. ما در امریکا کلان شدیم، ما بزرگتری طرفدارشان بودم بله. مطبوعات ازشان دفاع میکردم، اخبارهای امریکایی، بعض نامه های چاپ میشد به طرفداریشان. این باعث شد که در سال جولای 2001 یک ماه قبل از شهادتشان یک مطلب در لندن گرفته شد. من اونجا دعوت شدم، دعوت از طرف آقای قانونی بود و بعض دیگر سران شورای نظار. وقتی در اونجا رفتم دیدم که اگر چی عامر صاحب هنوز اون وقت زنده بود، آقای قانونی و دکتر عبدالله و یک تعداد اشخاص دیگر ترتیبات گرفته بودن ضدشان، ضد احمد شاه مسعود. بله ضد احمد شاه مسعود. بله ضد احمد شاه مسعود. یک نوع کودتا داخل شورای نظار صورت نگرفت. آها باز اینا اون وقت اعلان کردن که چیز میتونه نهزد. باز یک ماه بعد از این که یازده سپتامبر مسعود ترور شد داخل افغانستان رفتن، این مردم هم باز دوباره در کابل دیدم. پیش از این که من کابل با چندین سفیرشان از ولی مسعود گرفته که بسیار بی‌تفاوت که مقابل این دفعه باز در فرانسه سفیر دیگهشان مهرآبدین مستان همراه از او دیدم. مطلب گشته بود از شورای نظار. باز در دوبای سفیر دیگهشان دیدم، آقای راشد الدین تو بودید هم مطلب گذاشته بود. باز داخل کابل رفتم، یک محفل گرفته بودن در این هتل پروان در کجا بود در این منطقه به خیرخانه. باز در اونجا آقای قانونی و عبدالله و فهیم جمع شدن
ما طرفدارای شورای نظاره اخبار دادن که ما حال همراه کرزی هستیم، شما رو دیگه کار نداریم، شما دیگه برین گم شوین، برین پیش کارتان. کوچکترین کار که شما داده کرزی بگوین یا صدا بکشین و سپاهین گرفت مشت خود در میز رد و باز ما میکنیم که همراه شما چی کنیم. به خاطر آقای ایان تمام سران شورای نظار فروختن، در ترور احمد شاه مسعود اینا دست داشتن، کلشان برای خارج کار میکنن و ما چطور بتانیم که مردم عادی، مردم مثل می آقای خراسانی و اینا ما یک جایی شویم، اولتر از همه زد ازی کلانای خواهیم. بله، ما فکر میکنیم که این صورت میگیره، شما را میمانم دوست ازم بشن، این صورت میگیره نه تنها که برالای کلانای تاجک، برالای کلان هزاره، برالای کلان پشتون، برالای این وقت صورت میگیره که سطح آگاهی مردم به شکل عمومی بالا بره، بخصوص جوانایی که تحصیل کرده هستن، روشن فکر هستن که اینا از جنگ های منطقوی و قبیلهی و غیره غیره و مذهبی بیرو کشیده شون تا که اینا به قشر برای نجات وطن تبدیل شد. امروز انگلیس ها منافعشان ایجاد میکنه که در افغانستان جنگ منطقه، قبیله، قوم، مذهب و غیره و غیره باشه، کلگی ما یکی دیگر را سنگسار کنیم. چرا اگر ما کل ما روی خود دور بتیم انگلیس را سنگسار کنیم، وطن ما نجات میفه، اینا از مملکت ما بیرون انداخته میشن. بنان اینمی صورت میگیرم، من فکر میکنم که اینمی عمل را که آقای صالح کرده این بسیار یک تکانده ها دهنده عمل است. یک پنجشیری هرچقدر که ساده باشه در کلش میگرده که اولی خواهی نمی پنجشیری کلام خودم هست، این چرا آمده که پنجشیری خود بزنه؟ چرا اینا تسلیم شده میره به حکومت؟ چطور میتونیم که ما در سر از یا آقای قانونی مثلا میایه میگه ریاست خوب ما نمیرسه، بیایی که همو معاونیت بگیریم؟ حالی اینمی چیزا باعث از این میشه که مردم آهست آهست فکر کنه که ولی بیایی که یک فکر دیگه کنیم. همی فکر که تا حال داریم که خود سپردیم با هوشیاری یک تعداد باعث کلام، همیره بیایی که سرش یک فکر کنیم، کمی مردم های خرد خود بیاریم پیش روی کمی کلان ها. البته چی شدن؟ خسته شدن یا موبلون ها را که اله کنین در اوانه همین پوخان های رنگ رنگ هوایی را باز میره میره، اما یک سم میشه که اما هوایشان کم شده میره، باز دیگه او کشفش نداره که بالا بره، آهسته آهسته چملک میشن، چملک پایین میفتن. یک قسمت از این گناه از ماست، بخاطر از این که ما همی چی خود گرفتیم، خود سپردیم به کسایی که مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش یا آدم های بسیار با ارزش و بسیار با قدرت بودن. سن سال هم که زیاد میشه خود تجربه انسان ها مهم میشه بر آدم، اما غیر از او انرژیشان از بین میره. از این خاطر یک قسمتی مشکل از خود ماست که در پشت همی کلان های خود روان هستیم. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید خود معرفی کنید. با این که من هم نظر در سال کوچک از خود دارم، کمی شنوندگاه کردم که در پروگرامی که او ملا را چیزی گفتی که چی سنت های خودم هم نشانت بکنم، این مردم از را کلا کردم از پیش، اگر چی من هم نظر ترسیم که باید با او رکم مردم همی رکم گرد نشود، اما می خواهیم برای مردمی که از من گلم می کنه کسی من جر برس می کنند برای می آید چیزی گفتی. تشکر بسیار زیاد. زیاد تشکر. ما تقریبا امی یگان دفعه در زندگی مجبور میشی که یگاهی نباشی، که اون نفر خدا در تو ببینه انعکاس خدا. یک آدم میایه برای من میگه که تو بیا که ما که تو مناظره میکنم، مگر شرط دارم که تو بیایی خودم مسلمان ثابت کنی. ما همی تا حال 100 دفعه در این برنامه هم خواندیم، حتی برازی من یک گپ زدم، گفتم همی کلمه که تو میخونی لا اله الا الله محمد رسول الله، زیادتر یک شعار جنگی عرب هسته، به خاطر که اسلام آمنتو بالله و ملائکتهی است و کتبهی است و رسولهی است، یعنی که ما به این ایمان دارم. برای ما تو هیچ گفته نمیتونی چرا ایمان ما به اساس همی کلمه است به شکل فشرده. و دیگه ای که به شکل عمومی میرم و پیشترم گفتم، یک مسلمان
اگر یک نفر در خانه یک مسلمان تولد شده مسلمان است، مسلمانی ارثی است. هیچ کسی نیست که بعد از 18 سالگی بره مسلمان شد، اون نفر مسلمانه. اگر در دست شراب رو میبینی مسلمانه، گناهکار. اگر زنا کرده گناهکار است مسلمان، هر چیزی کرده مسلمان است گناهکار. تا زمانی که خودش نیاید نگوید که ما مسلمان نیستم، بلا تشبیه به اینی 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 ایمان ندارم، اون مسلمانه. تو وقتی که با ما میگی که بیا ثبوت کن، ما دیگه با چی گفتم میتونم؟ تو دیگه زبان گپ منطقی و ادبی را از پیش ما میگیری. ما باید تو را گپ تو را انعکاس بدم و دوستای ما باید بفهمه که ما بسیار کم گفتم. تنها مخه گفتم که امی سنتی را نشانت بدم که یعنی تو فکر میکنی ما ناجهت یا به جهت سنت شدیم. اما این را برات بگویم که مدعی باید بسیار زیادتر هم میگفتم، اما مخه گفتم ولی هر مسلمانی که برای خودت گفت که تو بیا ثابت کن که مسلمان هستی، این همی جوابشه. ما او رو چی بگویم؟ تو یک مسلمانه میگی تو کافر هستی، حتی شک نمیمونی که بگویی من شک دارم. ما هیچ وقت نگفتیم که با خدا ایمان ندارم بلا تشبیه، یا با قرآن یا با پیغمبر. همیشه ما میگم که با خداوند واحد ایمان دارم، با پیغمبر ایمان دارم که کتاب و قرآن از خود جور نکرده، خداوند میره به حیث پیغمبر با ما رایی کرده با همی ادایت. ما به دیگر چیز پیغمبر ایمان ندارم. پیغمبر ما یک سلسله کارهایی کرده که در خود قرآن گفته شده که پیغمبر تو چی هستی؟ یک انسان بیش نیستی. اگر میگفت که یک انسان تنها مثل دیگران نیستی، تو ملک هستی، ملک تو گناه نمی کنی؟ باز ما او را میگفتم. خداوند در قرآن میگه که پیغمبر ما گناه های قبلی و بدیت و بعدیت بخشیده، مانایش ایست که هم در گذشته گناه کردی هم در آینده. برای مسلمان ها که قرآن نمیفهمن فکر میکنن که این بعد است که تو با پیغمبر میگی که تو جز بشر بیش نیستی. چرا در کله خود یای تو گرفته که اول خدا دوم پیغمبر؟ اول خداست، ملائک است، کتبه، بعد از این تمام پیغمبر هاست. اینال اینی را کی میتونه که بفهمد؟ اینمی را مردم قرآن باید بخوانند. وقتی که تو قرآن نخونی اینه نمیفهمی. بنابراین تو میتونی که قارشی ولی اخوانی بگویی شولهی بگویی، اما هر وقتی که تو قرآن خواندی اینه میفهمی آیات قرآنه. بنابراین هیچ مسلمان باید به خود حق نتن که یک مسلمان بگویه که تو کافر هستی. تو میتونی بگویی که تو گناهکار هستی، اما نمیتونی بگویی که تو بدین هستی، کافر هستی. اگر گفتی دیگه کدام جواب نمیمانه، خب ما باید ثبوت کنم برات، اونمو ثبوت بود. خب دوست عزیزم، آقای آوارا و شما دیگه زنگ نمیزنم، چون در برنامه ما میشه گفتیم که یک دفعه که شما را گرفتم باز دفعه دیگه نمیگیرم، چون دو دفعه در برنامه جای نیسته. خب دوست عزیزم، سر هر موضوعی که شما گپ میزنید، اگر نوزم سر آقای خراسانی چیزایی داریم که گپ بزنین، با من نگوین که ما گپ بزنم. شما چیزایی دارین شما زنگ دین، یا یکان دفعه شکایت میکنین که آقای عکس که در پشت سرت است از آقای خراسانی است، سری مسائل دیگه. برنامه ما باز است برای هر مطلبی که شما گپ میزنین. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین؟ روی خط هستین دوست عزیزم، خودم معرفی کنین. نیستین روی خط؟ هلو؟ روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید. آقای شفیع یار هستی؟ شفیع یار هستم، بله. آقا تنامه قد؟ آقا من میشنوید؟ اینال میشنوید، بفرمایید من میشنوید. سلام، من فریده هستم از منسودا. خانم فریده هستم، بفرمایید. آها میبشیم از نیم پروگرامتون آمده ایم در خیره، فرق نمی کنم. آها مانمات زیاد ندارم. آها پروگرام تا دوباره باز میبینم. من میخوایم یک شعر بخوانم اگه جازه ایزن باشه. یک شعر به یا به عین؟ با
شعر شما را اجازه بدهم، منتها یک دوست دارم که شاعره است و اشعار خوب میگه. دیدم در یک شعر خود در فیسبوک مانده بود، بسیار شعر مقبول بود، یک خانم کامنت داده بود گفت که این شعر شما بسیار خوبش است، منتها شعر و یا نوشته کرده بود. باز من سر او دوست بازارش دادم، گفتم کسی که تو را میگه که شعرت خوبش است، او شعر و یا نوشته میکن. از این خاطر خواب بفرمایید شعر شما بفرمایید. خب یک چه زن علایده بجست منطقه بزرگی میخوانی برداد؟ بله. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. درست. اگر سوزد شب سوزد شبیر نمی سوزد. کاملا. یکی دیگه است عطی که جفتا شد بر فرق عالم جا گرفت، باورت گر نیست برگرد پیچش دستان را. بله. یکی دیگه است متمول نشود عطی نشد اهل فساد، تا که دلتان نخورد کرم پلاک نشود. کاملا. یکی آخری داشتم بگم. آها. زمان را بیدل اران که راست رود خار چشم افلاک. اران که راست بود خار چشم افلاک. زیاد اشعار زیبا، بسیار خوش شدم خانم فریده. این را بخاطر گفتم به این پروگرام های شورای جهانی، این چیزایی که در تمام جهان نه تنها افغانستان، تمام سرتاسر جهان کشاکش‌های زندگی بودن از می باشد. مگر پروگرام های سر زیاد خوش دارم، تعقیب می کنم و بسیار پروگرام های تان آموزنده است. خدا کنه که مردم فهمش توسط پروگرام های شما زیادتر شود و مردم افغانستان متعهد شود. به خاطر که تو کافر هستی و من مسلمان هستم هیچ داره گوش و گوشه بانن، فقط به حیث مردم افغانستان کلی باید یک جای شود، کلی باید هم نظر شود که فقط ما نجات ملک ما را از دست امریکا و میسیم شویم و هم نظر شویم. این که کی سونید میکوشیه اولیا و سین یاره به نظر من و کلی در پر بدون پولیش بانه او موضوعات شخصی از نفر از دول یک مسلمان خود گفتی هر مذهب کسی از دین کسی هر چیزی باید انسان ما باید هیچ وقتی چیزا را اصلا نسنجیم که عدف ما به آزادی ملک ماست، نه به این که آزادی بیان ده جا باید باشه، فقط از این که عدف ما ملک ما را خود ملک خود از دستی فاشیستای درنده باید نجات بدیم. یعنی اردوی کلی افغانای ما همچنان دیگه وقتنا نمیگیرم، یعنی خیلی صحبت میخواد خواستم داشت. بسیار زیاد خوش شدم، بسیار تشکر دوست عزیزم، شما رو میمانم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستیم. خب ما آقای شمس فروغ شما را زنگ میزنم. سلام علیکم آقای ایار، یک دنیا تشکر از اینکه زنگ زدید. تشکر، پیسهش باز پسان است میگیرم مگر برات زنگ زدم، چون که گفته رفتی زنگ بگیرم زنگ زدم. بفرمایید. سلام علیکم آقای ایار، فروغ هستم از شیکاگوی برفی، انشاءالله که خوب و سر حال باشید. با شما بیننده شما امروز من موضوع رو تحقیق میکردم، چیزی برای من بسیار جالب است. من حیران هستم چرا حکومت و مطمئنن حمایتگرهای گروهی حکومت تشاراتی که قرار است طالبا بیاین به شهرها، مردم به اصطلاح شهرها را از سلات تخلیه میکنن. به نظر من یک خلای قدرت ایجاد میکنن و باعث میشه که طالب بیاین و هران کسی که به شکل ارتباط با حکومت داشته باشه گردن بزنن. کاملا. به نظر من بسیار زیاد مهم است اگر این مردم دوست رهزن باشن، به نظر من میشه که با ایشان آدم گزاره بکنه تا
که طالب بیایم و به اصطلاح یکانه قدرت داخل شهر باشم و هر آنچه از دلش خواست بکنم. من شخصا خودم محمد هم دوستا به این نظر هستیم که سلام و سلام‌آوازی بس است، مگر متاسفانه همی سلاخایی بیجا به هر درجه سر داشته باید شده که طالب قرار از بالای سر ما بیاره با سلام و پیکا و پیکیش. به نظر من مهم است که یک قدرت بازدارنده در مقابل اونمون طالبی که ما شما میشناسیمش و بار بار امتحان خود داده باید باشه که حداقل مردم بتونن از خودشون دفاع بکنن. خوب است که این کار بعد از اینکه طالب شکست میخورد میکردن. من خودم کردم. اگر وقتی که ما قرار از طالب بر ما بیاره و شهرها روز به روز سقوط میکنه و روزهای روز به روز سقوط میکنه، جان مردم هر آن که با حکومت به اصطلاح در ارتباط بوده میفته و یک چیز اشتباه مطمئنا حکومت فقط همین یک قلب ممکنه که بله بسیار تشکر، ما با شما کاملا موافق هستم. ما برای دفاع از داشتن بودن سلاح در دست آقای خراسانی کار نمی کنیم. ما ای را میگیم که تو نوکرای پاکستان آورده میری به نام سال، سال در رأس امور است، سلام میتیش در عسکری هم شاملش میکنی در پلیس هم. اینی مردم دیگه که دینه قصال ها سال کرده ای را دستش خالی کرده میری که هر روزه که طالب بیایه کارد خود آسان از گلونش چهر کنه ایره نمیمانه ایمد. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. تلویزیون تانو پخش کنین دوست عزیزم بفرمایید. روی خط هستین، روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید. بله سلام آقا شفیع یار. سلام دوست عزیزم بفرمایید. محمد ایساق هستم از کوتی سنگی فرانسه. از کوتی سنگی فرانسه؟ بله. خب جا خوب بفرمایین آقای ایساق. خاطر از این گفتم کوتی سنگی فرانسه که بعض از همتبای ما که در اینجا میگردن مثل اشرف غنی خلیفه سرشانش و همون ایزار کشار و اونو قسم که در افغانستان هست دست میلی بار شده هر جا همون قسم میگردن. آیا یکان تا بازم او پوپکای چی خودم دراز میمانند؟ پوپکای موردار ایزاربند نه؟ بله امود هست. بفرماین آقای شفیعیان، من سه سوال داشتم خیلی کتا. آها یک سوال در این باره همی سیدیق مرگین که هر روزه فیزبوک ها میره که من رئیس جمهور افغانستان چون چه قسم چه قسم در باره از یک کم برای ما تاکی بدین و در باره این روز که به حساب حقوق بشر افغانستان از صدرهای خالده گفته که من نقض حقوق بشر میکنه یه حقوق بشر دیگه در سال و چند سال پیش بجا بود تازه این کار شروع کرد و دوم دیگه علی مطر خلیلزاد آیا با نتیجه خواهد دید و نظر دیانه؟ تشکر. بسیار تشکر دوست عزیزم. تبصرهای دیگه زیادی می باشم آدم مورد آقای خلیلزاد بگویم که آقای خلیلزاد اگر کدام کار مسمر می کرد در 18 سال ما به یک نتیجه می رسیدیم. خلیلزاد یا نا خلیلزاد اصلاً کدام ارزش بر افغانستان نداره. خلیلزاد یک قلم است که نوشته میکنه چیزی را که به گوشش میگن. اینی آقای خلیلزاده برش نوشته میکنن که بگو پاکستان باید که یک ذره فکر خود بگیره نوشته میکنه. باز برش دو ورق دیگه میگن نوشته کو که تمام قواهای دموکرات در افغانستان باید از بین برده شده پشت صفحه و حکومت باید داداش با چی؟ با اونو کوچای آیسای همو چیز نوشته میکنه. ما و شما خلیلزاده اصلا باید یه ارزش نتیم، باید یکانه چیز را که ارزش بتیم بلند بردن سطح آگاهی و درک مردم است. اگر مردم سطح آگاهیش بالا شد میفهمن که ما چرا از آقای خراسانی و تا چی وقت دفاع کنیم. ما شخصا از آقای خراسانی دفاع نمیکنیم. آقای خراسانی یک سازمان سیاسی داره بسیار خوب مطرح میکنه، هر کس که عقیده شکتش میره در انتخابات سه میگیره، اگر تمام معیارها را پوره کرد میتونه سه بگیره. اما امروز تفنگش نمیتونیم بانیم که از پیشش وینا بخواه بگیره و او را بدن برای طالب برای کشتش دانش. اینی کار نمیمانیم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. سلام و رحمت الله و برکات برادر بزرگوارم شفیع یار. سلام دوست عزیزم خوب هستین؟
شکر جور خاصن فامیل محترم کلی خوب است. تشکر دوست عزیزم بفرمایید. دوست محترم ما شما را خود از نزدیک ندیدیم، نکدام کلاس چای نخوردیم، و هم شنا فقط تلفن در بعض برنامه زنده داشت. شما برادر محترم سجیه و تیمرشاه حسن خراسانی پیش از پیش در بخاطر شما زنگ زده بوده که اینا برنامه درست کرده بود. شما راجع به تیمرشاه کوچی پکتوال هیچ حرف نزدید و در برنامه سجیه گفت که شما به پیغمبر تشناب دارید، ولی این را نگفت که خراسانی مستقیم به خداوند محمد فاش میگوید تیمرشاه حسن و سجیه و امان بلغم را محقق قرآن و یک مسلمان خوب به مردم معرفی میکند. کسی که قاتل، کسی که کمونیست قاتل میلیون ها افغان بیگناه است، ولی شما را انسان بیدین و زنستیز سجیه خطاب کرد. همچنان سجیه میگوید که زنستیز هستید، ولی کسی در لین آمد دو نفر و یک خانم و شما و فامیل محترمتان فاش گفت اینا رو زنفتی سجیه است یا تیمرشاه حسن است، اینا رو زنفتی امیر به ناموسی که در فامیل شما مدلا اینا چند دفعه تلفن کردم من وقت ندارم. خواه اگر اگرمی به ناموس ها که شما رو فاش گفت هر کدامش که باشه یه به ناموس به وجدان، من خواه فاش نمیگم، لیکن اینمه قدر میگم که محترم شفیعی ها باید برنامه راجع به سجیه قنچه باید درست کنی. خدا حافظ رو خوش میخواید. شما سجیه جان که دم بزنه هیچ وقت کار نشین. مشکل ما با سجیه این است که کدام مشکل شخصی باشه که ما رو دم بزنه. خدا کنه که می هر روز بیای دم بزنه. ما یک آدمی که به نام یتیم و بیوه 5 سال دوزی کده میره ثبوت میکنم، ایرم با یک وظیفه دارم که با مردم همیشه تشریح کنم تا که به این کسافت دیگه پیسه نتن. ما خوشحال میشم که سجیه جان تا چی غسک میشه در غوغو میشه. ما از روی زود دردش حس میکنم و خوش چرا میشم به خاطر از این که پیسه را در شکمش نمیمانم که آسان عزم شه. میخوایم اما تو سمنک چمچه میزنیم و تا یه چمچه است که ایتا میخکا داره در میشکمش دور داده میرم سجیه جان چیغ زده میره و ایره یک روز نه دو روز نه برای سالها سجیه ای کار میکنه و ما میکار میکنم و ای که دو بزنم شما باور کنید نقم خنده میکنم. همین آقای خراسانی در برنامه خودم آمد خدا ده دقیقه چقدر دو میزد دیدین من خنده میکردم. او خود تشریح میکنه سجیه وقتی که میاید در غوغو میشه او خود تشریح میکنه چرا من دو نمیزنم. حالا مثلا آقای تیمرشاه حسن دیدم میرم و شنیدم و برنامه های زیاد نمیشتم اما این قسمت شنیدم آقای تیمرشاه حسن آمده میگه که شفیع یار نیست نابود شوی از خدا خواستیم. این دفعه اول نیست که بدوا میکنه مثل مادر کلان آور چندم دفعه است و تیمرشاه جان باور کن که اگر تو هم این کار کنی یک چند دفعه دیگه و خاله تیمرشاه و خاله تیمور مشهور میشی به خاطر از این که من چرا تو رو بدوا نمیکنم. باز میگه که شفیعه یار اگه سر ما گپ بزنی ما دفاع میکنم. او تیمرشاه نه دوزستی نه شلیت هستی، نه دوزستی نه غر هستی، چرا من سر تو گپ بزنم؟ چرا تفاوت سیاسی داریم؟ بله مثلا با تو حتی من تفاوت سیاسی ندارم به خاطر تو هیچ مطرح نیستی. ما مسائل افغانستان تشریح میکنم، خودت و برادرت از سال هاست که سر ما گپ میزنین، ما حتی جواب نمیتم به خاطر که مهم نیست چی. حالا هر روز گپ زده برو برنامه تیمرشاه حسن حال برنامه خانه و خانواده نیست. در سابق میگفت که یه برنامه خانه و خانواده، حالا هنوز هم نامش خانه و خانواده مانده اما نه خانه وجود داره نه خانواده. برنامه شفیع عیار است. ما ازت تشکری میکنم که تو هر روز با ما خدمت میکنی، تو زحمت میکشی، برادر دی وقتا نمیکنم قار هستم و هم باید بگویه. اما آقای تیمرشاه حسن و اگر میزنم ات که ما در خانه ات آمدیم همی خانم عزیزت اولادایت، من میشرم که بیایم در سر تو شخصی تاخت تاز کنم نمیکنم. همی تو که خدا بکشی خدا بکشی من نمیکنم همون کاره. گفته برو منطقه گفت زدی که من شفیع یاره برش نصیحت کرده بودم که سر پیغمبر گفت نزن.
یعنی آقای تیمورشاه حسن نمی لایف استایل خودت از اون است که تو یک آدم نصیحت کنی که سر پیغمبر چی بگو، خودت امی باور نداری که در برنامه چی میگی، حالا ما او را غرض نمیگیرم، برو بگو هر چی که میگی، اما در اصلی تو اصلا او گپ نمیخوایی بزنی. یکی دوم دیگه، آیا ما راستی از اون نفر هستم که تیمورشاه جان یک بچه یک صنف اول بیا که معلم صاحب صنف 12 بیا که من تو را یک نصیحت کنم، امی کار نکو، دایندا مردم سرت خنده میکنن، امیال هم سرت خنده میکنن. اما برنامه تا یک برنامه وزین بساز، کوشش کن مطالعه کنی، معلومات جمع کنی، ارائه کنی به مردم، باعث ایجاد یک فهم شی. اما اگر تو فهم نتانی خودت داشته باشی، چطور میتونی باعث ایجاد فهم شوی؟ در میتره که میشینی تیمورشاه جان اگر فکرت شده باشه میگن اگر کدام حادثه شد امی اکسیژن از بالا میفته، اما ماسک میگه اول دبینی خود باند، دبینی اولادایت نمان، اول دبینی خود باند. چرا؟ که خودت باید سر پای باشی. این حال اگر خودت معلومات نداشته باشی، مردم چی معلومات میتهیش؟ تا چند روز بعد از زدن برنامه میسازی؟ و در قسمت سجاد جالب بود که میگه برو شفیع یار، تو میگی من 100 دفعه قرآن خونده. بسیار جالب بود و سجاد جان تشکر تو مرا بسیار خنده دادی. میگم من او شفیع یار، من 3 دفعه قرآن خونده و قرآن در کلیم 6 تو برو در سوره نور و سوره نسا بیبی که راجع و تومت چی میگن. سجه در قرآن تو راجع و تومت نپال، اول تو بفهم که در قرآن آیت است که دست زن و مرد دوزه قطع میکنی. سجه نظر به او، تو سجه گد میباشی، گد همی کسی که دستش قطعش نباشه، سجه گد، تو سجه گد میشی به خاطر در قرآن گفته شده و تو 5 سال و چیز دیگه که در قرآن گفته شده که گناه کبیره است، بسیار بزرگ است و به تکرار گفته شده که پیسه یتیم و بیوره نخو، مالش نخو. او را در قرآن که خوانده هیچ فکرش نشده، ای که دست زن و مرد دوزه بزنین هیچ فکرش نشده، تنها یک چیز فکرش شده که امیچی تومت خوب نیست، ما تومت سرت نکدیم. سعی که تو خود باز مندازیم همون فکایی که ما بدماشا را کجا میبریم، تو مندازی خود کت آریانا سعید که یک روز سر ما گپ میزنی، هر روز و هر روز سر آریانا سعید. ما با آریانا سعید یک مشکل سیاسی داریم، امیدوار هستم که آریانا سعید دیگه در عمر از اشرف غنی و اعمال زشتش دفاع نکنه و شوی لودش آقای عصیب، ما دیگه باز با آریانا سعید مشکل نداریم. تو را تا هر وقتی که ما برنامه داشته باشم، هر هفته دیگه هفته دیگه هفته سجه دوز میگم، چون 5 سال از یتیم و بیوه دوزی کردی و یادسه خو نمیشه سجه. اگر تو فکر کردی که خو میشه، خو نمیشه. ای را بفهمی که یک روز در دستای اولچک میایه و در دو اینا. حالا چرا با مردم من چرا دو نمیزنم؟ این همیال من میتونم که یک دو بزنم، غال مغال کار بکنم. چرا من دو نمیزنم؟ چرا غال مغال نمیکنم؟ چرا همیشه به خنده یک گپ میزنم؟ چرا؟ به خاطر من هیچ کدام چیزی نیست که بشرمم یا خدا پت کنم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. دوست عزیزم تلویزیون رو پخش کنم. تلویزیون بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. دوست عزیزم سلام آقای شعیار، سرد شما خوب است؟ فضل خداوند، شما خوب باشین، بفرمایید. تشکر، سلامت باشین. من نامم سعید است، از منسکتا گرمه نیزندم. بسیار خوب آقای سعید. دباره این تفسیر هایی امشب شد روی موضوعات، یکی ما میخواستم یک نظر بتم اگر حق از این باشته باشم یا به واقف اجتماعی باشم که نظر بتم. هیچ که شما پس همه خس و خاشاک در روی آب دریا روان است نگردید، به این منظور که اگر فرش میتن دشنام میتن ما یک چیز برای بگیم شاید خطه شاید هر کس که تو را فرش و دشنام میتن و خوش میشون برای ازی که برای تو ازش قائل میشن، برای تو را میشناسن، حرفای تو میفهمن، گفای تو میفهمن، اما بیچارا دیگه کدام استقلال نظر
به نام جانورد اینا صحبت هایی میکنن در تلویزیون مثلا زده خودت او خودم سیر قابل تشویش نیست. ما اگر خود اشرف غنی و عبدالله اینا سر خود تشویش بکنن و صحبت بکنن برای ما قابل تشویش نیست، بخاطر از اینکه اونا میترسن و اونا میخوانن و میشناسن که چی یفت و ما بسیار از طرز مخومت خود، طرز برخورد خود به مخابل همه این چیزا بسیار خوشنود هستم و تشکر میکنم و از موجودیت شخصیت خود در خبر این موضوع. اما موضوع دومی که میخواستم مطرح کنم اینست که در خبر موضوعات افغانستان امروز فکر میکنم افغانستان ما تبدیل به میدان بزکشی شده. بله. هر کشور، هر نیروی، هر کسی، چی داخلی چی خارجی، اینا میخوان از اینجا یک توته گوشتی چیز با سلامت ببرن و اینجا ما مردم تنها، ما مردم سیاست مدار خودن تنها چیزی که ما نداریم شعور سیاسی و درکی از این موضوع رو و یکی از علتاش هم شایدی باشه که ما وابستگی های سیاسی داریم. ما مثلا نمیفهمید تو تمام سرای جنبشی سر رو مذر میخویم سرای اعضاب سیاسی و اینا هیچ کدام یک وقت صحبت میکنن سرخی ملی نداره صحبت هایشن و همیشه در عقده ها و در چیزای غیر قصد. اگر یک سر کمی در موضوعات سیاسی فیلی افغانستان با در داشت موقف حزب جمعیت اسلامی و حزب گلگزین اسلامی و اینا یک کم روشنی پرسیم برای مردم و همچنان میبینیم که طالبا در مقابل غیر چور چاپاول و انتحاری دیگه چیز نباشد یک کمی اینا از آدم میبودن خب باید تره میکنم برای مردم که مرچی میخواییم اسلام چیل بلا 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 اما اینا این کار رو نکنن. اگر یک کم کم سرمی مزادتم روشن برده تا کسایی که مثل ما و ذهنشان به این مورد تاریک است روشن شد بسیار زیاد تشکر. ما فکر میکنم که یک تبصره بسیار خوب و زیبا کردین. در این مکنم تبصره شخصا ندارم، گفت شما کاملا درست بود. ما یقین دارم که دوستای ما اکثرشان با شما موافق هستن و در قسمت از اینکه ما در سر از اینا کدام تشویش نداشته باشم سر دوستای ما مثل سجاد جان یا تیمورشاه جان یا آقای خراسانی اینا بدون شک من هیچ گونه تشویش ندارم. اگر که حالا سعی کنیم تیمورشاه جان بر سالها سر ما گپ میزنم و هیچ گپ نمیزنم چرا حق داره گپ دهه، اینم تا که ما گپ میزنم دیگران حق دارن و ما این آزادی بیان کاملا قبول کردیم. منتها تیمورشاه جان میخواد که ما سرش گپ دهیم که مشهور شه. حالا تیمورشاه جان میتونی بگویی که شفیع جان در این برنامه یک چند گپ سر ما ده که مردم ما را ببینه چرا این دمو خوش هسته. مگه من کدام گپ ندارم که گپ دهیم آقای تیمورشاه؟ آقای خراسانی در برنامه آمده دعو زده، قطع نکدمش، ما نمیش دعو زد. این چیزای نیست که من در او بترسم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستی. سلام علیکم آقای ارچال، خوب هستید؟ خوب بخیر. سلام به شما، خوب هستم. بفرمایید دوست عزیزم. آقای ارم یک نظر داشتم، شاید خودتان بهتر در این مورد را بهتر بفهمین و امی ملاها وقتی که میشینن دیگر را کلن کافر میدانن و دیگر دین را قبول ندارن و من فکر میکنم وقتی که دیگر دین آدم قبول نمیکنی یا دیگر کتاب را قبول نمیکنی از چار کتاب آسمانی یعنی عرفی کلام خدا را قبول نمیکنی، یعنی خدا یه خداست. ما عقیده داریم چار کتاب آسمانی نازل شده و بسی دلیل گفته اگران در باز خداوند و کلام خودش باید مثلا رد کنه و دیگه کلامی را باید به قبولانه که تنها و قرآن باشه و دیگه کتاب هایش قابل قبول نباشه. آیا ای در نظر شما از دید شما چی رقم هست؟ یعنی من کاملا دیگران وقت تجربه میکنم وقتی که تورات زبور یا قرآن انجیل کنن کلام خدا هست فرمان میتونه یکیش وقت آمده یکیش بعد از آمده یکیش بعد از آمده و نظر شما در این مورد چی هست؟ چرا این ملاهای قدر گفته ایمان تا یه کوچک میبینن و بجز قرآن بازدیگراش هیچ قبول ندارن. بسیار تشکر دوست. تبصره میکنم دایی نظر به قرآن ما اونمو گپ آمن تو بلای و ملائکتهی و رسولهی تمام پیغمبرا
و کتبی و تمام کتاب ها. اگر ما قبول کردیم که موسی پیغمبر خداوند بود و تورات کتاب خداوند، چطور میتونیم بگویم که منسوخ شده؟ آیا خداوند بلا تشبیه متوجه شد که ولی همون کتاب ما که 1000 سال پیش رایی کرده بودم با همون خوبش نبود، بیایی نوش رایی میکنیم؟ نه، در قرآن آیت است که نظر به او ما که یعنی ما در دنیا همه کساره به کتاب خودش در حضور پیغمبر خودش ما چی میکنیم؟ مؤاخذه میکنیم. و گفته شده که به تمام پیغمبرها احترام و ایمان داریم و فرق بین هیچ کدامشان نمیگذاریم. تو چطور قبول داری که کتاب از رو میگی منسوخ شده؟ و دو دلیل ما گفته نمیتونیم، یکی مغایرت داره با قرآن، تناقض داره با قرآن، و دیگه ای که کلش کتب خداوند است. اگه به ای ایمان داری، یک آدم ایمان نداره میگه ولی اوشان غلطه اوشان غلط برو بیادر یک پا کلش غلطه، اما تو میگی من ایمان دارم، خیلی در قرآن باید بخوانی که چی گفته شده. بنان یک پایی را که ملا میزنه غلطه، اما چرا دلیل تاریخی از ای که چرا ملا گفته میره که کتب منسوخ شده؟ به خاطر عربایی که در مکه و مدینه به قدرت رسیدن یا یک قشر چپاولگر بودن، به اثر جنگ‌های خاندانی بسیار تمام همی پول و دارایی و نان و خود از دست داده بودن، یگانه را بود که شور بندازی دیگران را. همی مردمای یهود و عیسوی در این مناطق که بودن، اینا باغدار بودن، مالدار بودن، زندگی از یا با مراتب بهتر بود. بنان یا گفتن ما یارا باید چور پرتیم، اینا چور خود انداختن نمیتونی نظر به قرآن، به خاطر از اینکه اینا مسلمان استام، یعنی مسلمان به این معنی که خدا تسلیم خدا کرده. اگه عیسی و موسوی هم نظر به قرآن مسلمان به شکل مشخصه که ما استیم، نه به شکل عمومی تر. اینا باید که یک چیز وجود به وجود می آوردن که مردم برای چور انداختن یهود و نصارا ببره. یکی شمی بود که آه پیغمبرشان صحیح بود، کتابشان غلط، کافر هستن. اینال در اونو کتگوری میامد که ما باید اینا را چور پرتیم. از اینی خاطر ایره دامن زدن. تا امروز اینا اینمی گپم بیزنن، اما ما در این وقتا سرمی باز برنامه میداشته باشم که چرا تمام کتب که هسته اگر ما ایمان داریم که از خداونده درست است. بفرمایید دوست عزیزم، روی خط هستین. استاد شفیع سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. خوب هستم. استاد محترم، اول مدوی برای سجه شما یک تفسیره داشتید، من میخواستم به تایید شده میگم شما یک تفسیره کنم که همین سجه یک 4 سال پیش در تلویزیون آقای مسکینیار یعنی اکشاو اعلان کرد که من پروگرام قطع شد و من میخوایم از این تلویزیون برم به خاطر از این دیگر بودجه ندارم. آقای ایار میفهمین دو یک هفته بودش این اکثر نیست گرفت به خاطر افغانستان که من اینه برای چی روان میکنم برای آقای بشردوست. آقای بشردوست هم یک انسان نامنی، خدا شاهد است آقای شفیع ایار که 4 سال دیگه این میزن مان به خاطر یزی که فامید سر مردم بیچاری افغانستان قلب پاک کمک کننده یافتشان که وانه این همی اگرهای پیداد کاملا شاید 200,000 دلار جمع کرده باشه، اگر 50,000 دلار از این روان کرده باشه دیگه بعد از او باز روی خود کش کرد و نمی فهم لبای خود کلان کرد این کارا. راجع امیم یک سوال از شما داشتم آقای شفیع ایار، راجع امی یک موضوع قرآنی که در قرآن نوشته است که حضرت موسی بعد از اینکه یک کس را کشت و قاتل شد و فراکت رفت طرف شعیب، دو دوره نوکری شعیب کرد و پیغمبر شعیب کرد که این دو تا دخترش را گرفت، یعنی 20 سال یک دخترش را گرفت. اون نفر دو دختر داشت، یک دخترش ای گرفت، دو دخترش نگرفته. قرار معلومات ما خواه اگر گرفته ما او رو نمیفهم مالکت شما دستر ازی، ولی اون مهم هم نیسته، اما نظر به معلومات ما و نظر به معلومات که در امی کتاب سیرت رسول الله است، یک دخترش گرفته
و 20 سال نوکری شکرد. قرارداد موسی ای بود که ما 20 سال نوکری تو را میکنم در بدل دختری که تو با ما میتی. مونتا مایتو فامیده باشم که گویا ده سال یه دفعه خوش آید خوب خوب این مردون سرزمی سرزمی میاد و سرزمی سال از آقای حیات این ای موسا از امیروزی که تولد شد هنوز پیش از که تولد شد اول یک سایر برای فرام گفته بود که کسی هست پیدا میشه این قوم که تو رو سربنیز میکنن یعنی اولی که سایر چقدر در این گفت خدا چی داشت در معلومات داشت یعنی از تصمیم خداوند که ایت یک ها یعنی از تصمیم خدا یا علا دیگر خدا ها نیکوی علا بیانی معلومات داشته دومی که این علا این می تا تولد شد می انسان کشت اطفال کشت این بلاخره جوان شد و رفت و پس آمد خلاصه عروض فرعون زنده است و این فرعون هم انسان کشته میره چقدر اطفال کشت بلاخره تست دریای می غرقش کرد یعنی شما فکر کنین یعنی این منطقی آقای ارمین قبول کنم او را نه قبول نکن مگر چیز که در خدا قرآن کلی قصه نیست یا قسمت از یا قصه است اما در قرآن یک قسمت بسیار کوتاه است ما نظر به او کسی که باور به قرآن داره او را باید قبول کنه اما در این زمان ما میتونیم در قرآن شما میفهمین و شما ما یادم است که از اول بیننده ما بودین بعدا ما فکر میکنم که شما رفتین مطالعه هم زیادتر کردین و ما به این خوشحال هستم بعد از او به این فکر شدین که می خود شفیع یار من نجات بتم که تمام یک دفعه دعوا کردی ولی اون مهم نیست اما دستر عزیز است که ایره خوب کردی که مطالعه کردی و خودت میفهمی که در قرآن آیت است که خداوند میگه که ارا این بدترین جانداران نزد خداوند کر لاله های است که عقل خود به کار نمیندازه خودت این عقلت به کار انداختی اما پس بیم در سر گپ امو آقای بشردوست آقای بشردوست اینی چیزایی را که خودت میگی مردم دیگه ایره تعقیب نکده من ایره میفهم آقای بشردوست نه من میفهم باشن سجا بیشار برندی و شیاری را میکار کرد باشن خانم سجا یک دفعه پیسه جمع کرد برای آقای بشردوست مردم بسیار خوشقلب پیسه دادن سجه فکر کرد باشن سجه فکر کرد که اوی مردم چقدر پیسه میده با قرآن فوراً سر بشردوست یک برنامه جور کرد که تو پیسه را اعطو کردی تو پیسه چی شد پیسه را دوزی کردی پیسه همی که میگه که در قرآن حالا میگه در قرآن گفتش را تومت نکنین سر بشردوست بشاره تومت کرد که تو پیسه را دوزی کردی منظورش ای بود که مردم دیگه با بشردوست نتین مال پیسه را میتیم به نبیزاده نبیزاده $100 میلیون داره دوزی نمیکنه اما چیزی که من نفهمیدم به سالها دیگه مردم خود تا حالی هم نمیفهمیدن که امیر دوپلیکیت کرد یعنی نبیزاده فاوندیشن در امریکا جور کرد مردم هم میگه بتین به نبیزاده ما فکر میکنیم پیسه میره پیش نبیزاده 5 سال بعد من ایره ریسرچ پیدا کردم که اصلا سجن نبیزاده را گرفته در امریکا جور کرده که میگه برای نبیزاده بتین او برای عزیز ولی برحال امروز دیگه زیادتر سر از ایگر نمیزنیم خوشحال شدم دوست عزیزم قربان داده بله خدا حافظ شما دوست عزیزم دوستان ما که میگین که برتان زنگ بزنم زنگ زده نمیتونم از فیسبوک باید برم زنگ دهین یا نمره تلفنم هست و یک دفعه دوستان میگه که اگر ما از بیرون امریکا هستیم خویانه که برای ما سخت زنگ بزنیم ما مشکل دارم دیگه نمیتونم خودم زنگ بزنم بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین سلام علیکم آقای شفیع یار خوب هستین شکر دوست عزیزم خوب هستم شما خوب باشین بفرمایید زنده باشین قربانت جان ما خدمت شما دو دفعه از یاد گرده میذارم این سکر برای فرشتی میکنم بله ما نام نزیر هستک برادر عزیز بله. ما به نام نزیر بیتل و نزیر گذری فرانگاه بسیار مشهور بودم در این گذرگاه بازندگی در کدامش زیادتر در بیتل یا در گذری فرانگاه نه در گذری فرانگاه است زیادتر مشهور بودم اگر در بیتل زیاد مشهور نبودیم وقت امروز جنگ میکردم بخاطر از این که ما موی نداریم و تو بیتل و خنزیک نمی بودیم اما خوبه که در گودی پران بازی بود بفرماین
ولی لفت از اون خود مره کل مشناسه و میتگی هم به تمام مانا برای مشناسه بسیاری ها رسید این خودش قربان چون شدی جان ایار قایم روز ایچ که زمارد ایچی گفت نزد و ایچ که تیر معرفی نکه توی چی کاره بود والا و دلا برد ازم میخورم که این خودش یک ایجزی و یک پرچمی بود و نیروه اسلام داره یک بچه هم به چه مدیر اسلام دیگه مره کلی کلچه کلی مردم در اون منطقه هم میشارده و یا میشارده به تمام منوانه و این که یک خانم هنرمنده که نامشنه میگیرم که نام ازیر بگیرم شوا در این مجلس بودن شوا یا رقص داشتن شوا یا شراب میخوردن و این خوارا میشود نبرو آمدن کلیشون پنج خوارا یک داره شما عبدالله نام داره یعنی کوچه گذرگاه کدر یا میشید و چندین مراتب یه آن تصمیم گرفتن که ترور کنن به اوزی بچه ها من بچه های اسلامی بود از این خادم بودم دو اما دو سا کده مرا نشتاخت ولی دو بیره من هم میخواستم که ترور شد بله ها این آقای شفیع ایان ولی دو بیره بوده به یک خوال شما از امیان نشتاخته ما آشق میهن هستیم می رخصد مدت در نظام روز ارتدام که خاندن خوارش هست به نام سونیا نام داره رخص می کنه و امروزی آمده خود مسلمان تراش کن دیگه تراش کن دیگه تراش کن دروغ میگه برای شما در او هفته هم توهین کرد بسیار دوزد بسیار لوزدی آقای تیموشان جان حسن که ما بسیار سخت برش اعتراف داریم بیام از عد خود بیخیم گذشتی آقای خراسانیش که من نمیخوام که از خودم سرزمین عجب به چلن میگه چلن میگه دیگه من قدر یه معرفی کردم که خودش بوده و در میخانه فرهنگ اروسایی که به میدهش دیم از انگ نو آباد شده بود ناریدی در اینجا اینا که در سجیه و که در وجیه و که در رستگار و اینا کل جا بیشه که گرفتن که افسر بدی که اروسا بیشی تا والا بخیر امروزی کافا آمده قهرمان قهرمان همه تا وقت گرفتن برای معرفیش کردم خدا بسیار تشکر دوست اگر من دروغ بگم بگو لعنت خدا تقدیر خدا تقدیر خدا بر شما اگر بزنم که در عمر خدا ناکده منظور من است که از سجیه و طرف تر برم خوارای سجیه جان در فیسبوک هم هستن ای که در او روز چی بوده و چیزا تهیر شده همه امروز اینا آدم های خوب هستن به او شیوه زندگی نمی کنن و با سجیه هم امی فامیلش اصلا ما اگر ما بگویم که امی فامیل سجیه که سجیه قبل است که من نیمش نیستم و در قسمت سجیه معلومات شخصی هم خوش شما گفتند ایجا ما این سجیه که پیش بایفرند خود در قندهار میرفت در آخرهای هفته مامورم میفهم اما هم در نیمی برنامه میامد میگفت و سجیه که دمو اول که 18 ساله بود سجیه امورم میگفت مثل از او بسیار چیزای شخصی سجیه رو من میفهم اما در عمر ما چیزای شخصی سجه را در اینجا برای ما مهم نیست که بیایم بگویم سجه یک کار بسیار زشت کرده که 5 سال جمع کرده پیسه به نام یتیم و بیوه و دوزی کرده و ای را ما میگم اما در غیر از او دیگه ما به کدام کار دیگه سجه غرض ندارم اگه مویایت کل بوده غرض ندارم اگه خوب استی اگه بد استی او که یک تبصره خورد خود کل ما میکنیم مال تیمورشاه جانم اموجا هسته ما دیدی که ما بیایم مال سج تیمورشاه همین مسکینی ها رو ما هر روز سرش نمیم پیسه 240,000 را گرفته بعد کده اما غیر از اون ما نمیم هر کس عقیده خود داره کار خود داره ایجا ما نمیتونیم که سر مردم بیایم اما این 240,000 را که خوردی ببخشی سجا جان این پیسه را که دوزی کردی این را بفهمی که در شکمت یک سمنک مخدار میشه یک سمنک زاردار میشه و دمی شکمت این کپچه زده میره و کپچه زده میره این وظیفه ماست که نمانم که تو پیسه یتیم و بیواره بخوری در افغانستان قانون نیست حالا ما اندموجه کار کده میریم اما تو را که آمدی که ما قرآن خواندیم 3 دفعه در کلم 6 تا می آیت بخوان در مورد قطع شدن دست دوز زن دوز و مرد دوز در قسمت انسان ها ما قبول ندارم که هر کس دیزی که دست شقته کن اما اگه آدم مثل تو زندگیش خوب در امریکا توی چال زدی 5 سال دوزی میکردی حال آمدی که من ماندن والایت نیستم خود تو بیا یک دفعه او دفعه خامدی بینی تا در زمین زدم گریختی با بیا با امو میشه تو 10 دفعه بیا با امو کار میشه تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم دوستای عزیزم برنامه ها را شریک کنین.